چشمه هنر دور از تو اندیشه بدن آیم دلمانی کجا بدان ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم جان من فدای خاک پاک میهنم مهرت وطن شد بیشم دور از تو نیست اندیشم در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده با خاک ایران ما آقای دکتر بفرمایید. جناب بهبهانی میکروفون شما بازه. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها آقایان هموندان و هموطنان ارجمندم. به 148مین نشست مهستان سکولار دموکرات های ایران خوش آمدید. من اسماعیل نوریالا هستم و اداره نشست امروز با منه. امروز 14 فوریه است، روز والنتاین، روز عشق. میدونم که در ایران هم این روز با گستردگی تمام از جانب جوانان ما برگزار میشه. حلول این روز رو خدمت همگان خجسته باد میگم. یادمون باشه که عشق تنها به جنس مخالف محدود نمیشه. عشق به وطن، به تاریخ، به فرهنگ انسانی و همه کسانی که دوستشون داریم هم از همین مقوله است. این سخن زیبای شاعرمون سایه رو همیشه به یاد داشته باشیم که عشق شادی است، عشق آزادی است، عشق آغاز آدمیزادی است. اما برنامه امروز مهستان، من همینجا میخوام ازتون اجازه بگیرم چند کلامی رو در مقدمه این برنامه خدمتون عرض کنم، چرا که فکر میکنم فرصت بهتری برای بیان نکاتی که در ذهن دارم به این زودی ها به دستم نمیاد. امروز ما مهمان سخنران مهمی رو در میان خودمون داریم که از میون باورمندان به سکولار دموکراسی برخواسته و با همتی چشمگیر تونسته که عده‌ای از نخبگان سیاسی مخالف حکومت اسلامی مسلط بر کشورمون رو گرد هم بیاره تا زمینه برای اعلام موجودیت یک آلترناتیو سکولار دموکرات فراهم بیاد و شرکت کنندگان در شورای مدیریت گذار بتونن اگر حمایت و اعتماد مردم ایران پشتیبانشون باشه دست به کار منحل ساختن رژیم و مدیریت دوران گذاری باشن که باید در مدتی معین و نه چندان بلند به پیدایش یک قانون اساسی و یک دولت سکولار دموکرات بیانجامه. آقای مهندس حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت دوران گذار امروز بین ما و سخنران نشست مهستان ما هستند. پس به ایشون خوش آمد میگم. اما قبل از اینکه از ایشون دعوت کنم تا سخنان خودشون رو آغاز کنند، این فرصت به دست آمده رو غنیمت میشمارم و مطالبی رو به عنوان پیش درآمد بحث امروز خدمت هموطنانم عرض میکنم. ببینید، این روشنه که وقتی از میان مخالفان یک حکومت منفور و خونریز عده‌ای مصممانه برمیخیزند تا دست به ایجاد تشکیلات سیاسی زده و قدم در جاده پرپیچ و خم مبارزه برای براندازی و جانشینی بزنند،
هر کدومشون از سابقه و طرز تفکر و خواسته های متفاوتی میان و وقتی که گرده هم میشینن اول کاری که میکنن اینه که توقعات و آرزوهای خودشون رو با دیگران در میون میگذارن. خب عده‌ای حس میکنن که نمیتونن با بقیه کار کنن و به زودی خودشون رو کنار میکشن. عده‌ای هم همدلانه به حرف بقیه گوش میکنند و راه میانگین سازش رو چه موقتی و چه بلند مدت در پیش میگیرن. نتیجه نهایی هم گذاشتن امضا در پای سند یا سندهایی که این میانگین رو ارائه میده. بعدش هم رو به مردم میکنن میگن خانوم ها آقایان ما بابت آرزوها و خواسته هامان نشسته ایم، مذاکره کرده ایم و به این سند رسیده ایم که مجموعه است از یک سو آرزوهای ما برای ایران آینده و از طرف دیگه هم برنامه های ما برای نبرد با حکومتی ناحق. شما هم اگر این سندها رو میپذیرید ما رو حمایت کنید یا اصلا به جمع ما بپیوندید و یه گوشه کار بگیرید. 3 سال پیش وقتی که ما ششمین کنگره سکولار دموکرات‌های ایران رو در شهر فرانکفورت آلمان تشکیل دادیم، آقای مهندس شریعت مداری به دعوت من به فرانکفورت آمدند و در سرآغاز کار اون کنگره طی یک سخنرانی مهم از گرد آمدن چند تا از مبارزان خبر دادند و اینکه می‌خواهند تشکیلاتی در راستای ایجاد آلترناتیو حکومت مسلط بر ایران اقدام بکنند. در این جهت خب خبر مهم و هیجان انگیزی بود. بعدش هم در زمان استراحت کنگره با من صحبت کردند و از من دعوت کردند که من هم به جمع این براندازان بپیوندم. راستش این که من خیلی وقت پیش در پس از قیام جنبش سبز و پیدایش تشکیلاتی به نام شبکه سکولارهای سبز از یک طرف نتیجه گرفته بودم که الان وقت ایجاد تشکیلات برای ساختن آلترناتیو سکولار دموکرات فرا رسیده و از طرف دیگه 2 تن رو شایسته اقدام برای گرد هم آوردن شخصیت‌های مخالف حکومت مسلط بر کشورمون می‌دونستم. یکی شاهزاده رضا پهلوی بود و دیگری مهندس حسن شریعت مداری. یکی به خاطر شناخته شدگیش که ناشی از فرزند رضا شاه و محمد رضا شاه بوده و در این حال شخصیت سکولار دموکرات و اعتماد برانگیز خودش، و مهندس شریعت مداری هم به خاطر مبارزات متعددش علیه حکومت اسلامی که موجب شده 2-3 تا تشکیلات مهم سیاسی رو در اپوزیسیون به وجود بیاره. بنابراین هنگامی که در فرانکفورت آقای شریعت مداری از من دعوت کرد تا به جرم اون اقلیت مصمم به پیوندن، من هم شادمانه به ایشان تبریک گفتم و لبیک گفتم. تا اون روز ارزیابی من این بود که ما در کار کنار هم آمدن و ائتلاف کردن با 2 تا مشکل عمده روبرو هستیم که همیشه مانع همکاری های ما شدند. یکی شکل نظام آینده یعنی پادشاهی یا جمهوری، و یکی هم مسئله تمرکز یا سیستم عدم تمرکز. همینجا توجه کنید که من مقوله تجزیه طلبی رو همیشه بیرون این دایره قرار دادم، چرا که ما پی حفظ تمامیت ارضی ایران و یک پارچگی ملت ایران و ایجاد حکومتی سکولار دموکرات برای ایرانیان گرد هم آمده، و اگر اهل تجزیه و جدایی باشیم که لازم نیست بیایم زیر نام ایران جمع شیم. هر یک باید به جمع همفکران خودمون بپیوندیم
و نقشه تکه تکه کردن کشوری را که وطن ما هست کنار بگذاریم. در این زمان در مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران ما فکر میکنیم مسئله اختلاف پادشاهی و جمهوری رو به یک صورت معینی حل کردیم و نتیجهش هم سندیه به نام میثاق ملی برای جلوگیری از بازتولید استبداد که عقاید ما رو در اون مورد توضیح میده. برای ما جمهوریت رژیم آینده از جمهوری بودن نام اون اهمیت بیشتری داره. در نتیجه ما به وجود یک سیستم دوریاستی قائل هستیم که یکی رئیس تشریفاتی مملکت و یکی رئیس اجرایی مملکت. و وقتی این در قانون اساسی مشخص شد که ساختار آینده ایران بر اساس جمهوریت هست، خب یک رفراندوم دیگری میتونیم تشکیل بدیم تا نام حکومت رو چه به عنوان پادشاهی تشریفاتی و چه جمهوری تشریفاتی مردم انتخاب بکنن. یعنی بعد از نوشته شدن اون قانون اساسی که متضمن جمهوریت رژیم است. وارد جزئیاتش نمیشم، میشود مفصلا راجع به این قضیه صحبت کرد و خوشبختانه این نظر مورد موافقت شاهزاده رضا پهلوی هم واقع شد و ایشان در مصاحبه ها و گفتارهای متعددی از اون دفاع کرد. اما حل کردن مشکل دوم، یعنی معنا و تعریف تمرکز یا عدم تمرکز، چندان آسان نبود. ما در مهستان هم اکنون درگیر انتشار سندی در این مورد هستیم و به همین دلیل امیدواریم که سخنان امروز مهندس شریعت مداری برای همه ما روشن کنه که منظور از سیستم عدم تمرکزی که در سند مورد توافق مؤسسان شورای گذار آمده چی هست. و اجازه بدید این نکته رو هم به حرفم اضافه کنم. ما در جنبش سکولار دموکراسی و در این مهستان از بابت حمایتمون از شورای گذار هزینه های سنگینی پرداخته و در واقع آبروی خودمون رو در گروی این پشتیبانی گذاشته ایم. از وقتی که اعلام شده آقای شریعت مداری در نشست امروز شرکت می کنند و درباره عدم تمرکز صحبت می کنند، عده زیادی برای ما ایمیل فرستادن که واقعا اگر بخوام همشون رو مطرح بکنیم کل وقت برنامه امروزمون گرفته خواهد شد. و من فقط یکی رو که خانمی با نام لیلای شین از تهران و خطاب با آقای شریعت مداری نوشتن و برای دست خانم قیاسفند رسیده انتخاب کردم که همینجا از ایشون خواهش میکنم که میکروفونشون رو باز بکنن و این نامه رو برای آقای مهندس شریعت مداری بخونن. خیلی متشکر میشم. اگر اجازه بدید من پیام رو پخش کنم آقای دکتر. بله من فکر کردم که کتبیه. درود بر شما جناب مهندس شریعت مداری. راستش رو بخواید من از ابتدای شروع به کار شورای مدیریت گذار انتقاداتی رو نسبت به این شورا و ترکیب اون داشتم. حتی الان هم هنوز انتقاداتی دارم. اما از همون ابتدا با اتکا به صحبت‌های آقای دکتر نوریالا که گفته بودن در حال حاضر این گروه تنها آلترناتیو موجه برای جمهوری اسلامی هست و تاییدهایشون، من سعی کردم که اگر نقد و نظری هم دارم نقد سازنده باشه و حتی اگر کمک هم از دستم برمیاد دریغ نکنم. به دید من نقش حمایتی آقای دکتر نوریالا از شورا بر کسی پوشیده نیست. به واسطه این حمایت ها اعضایی از حزب خارج شدن و اعضایی هم به کمک و حمایت از شورا برخواستن. من اینجا نمیخوام انتقاداتم رو مطرح کنم، فقط میخوام از دغدغه هام بگم. شاید شما بتونید با تکیه به تجربیاتتون کمکم کنید. به نظر من شما جز با برنامه ترین افراد اپوزیسیون هستید. راهکارهایی که شما ارائه میدید
منطقی ترین راهکارهای حال حاضر اپوزیسیون است. اظهارات شما درباره بیشتر موضوعات از قبیل شاهزاده رضا پهلوی و چگونگی بهره بردن همکاری با ایشون، روش مبارزه و مقابله با رژیم اسلامی، این همه به خوبی نشانگر تجربه شماست. من سوالم از شما اینه که چرا اپوزیسیون حتی بعد از 42 سال مبارزه هنوز هم حاضر نیست از منافعش پا پس بکشه و به اتحاد کمک کنه؟ چرا با وجود اینکه شما و همکارانتون بارها گفتید که شورای مدیریت بازار اهداف تجزیه طلبانه نداره، باز هم افرادی حاضر نیستن حرفتون قبول کنن و حتی در ظاهر هم که شده با شما همراهی کنن؟ حتی گاهی اوقات شاهد انتقادات تندی هم به موازه شورا هستیم. آیا فکر میکنید که فقط با اسناد یا بازنگری اسناد میشه پاسخگوی انتقادات موجود بود؟ من فکر میکنم یه مقداری باید ریشه ای تر به این موضوع پرداخته بشه، یا حداقل برای افرادی مثل من موضوع شفافتر و واضحتر بیان بشه. ممنونم از توجهتون و موفق باشید. مرسی خانم گاسوند و خانم لیلای گرامی. من هم در این زمینه بد نیست که این رو توضیح بدم که چند تا از یاران ما چه در جنبش که از شورای گذار پشتیبانی میکنه و چه در حزب سکولار دموکرات ایرانیان که از جنبش حمایت میکنه اما در مورد شورای گذار هنوز اعلام موضع نکرده، به خاطر همین پشتیبانی ما از شورا از ما جدا شدن. آخریش یکی از دوستان شرافتمند من و ما که در ورقه استعفاش اینطوری نوشته این تشکیلات به باور این جانب از پایبندی به اصل نگهداری یگانگی ملت یک پارچه ایران دست کشیده و به جای آن تحت عنوان به رسمیت شناختن حقوق سیاسی اتنیک ها به همدلی و هموار کنندگی راه آشوبگرانه و خونریز دستجات مسلح برای اقلیمی کردن ایران مشغول شده است. تصدیق می فرمایید که این یک اتهام تکان دهنده و دلازاره. واقعا به راستی شورای گذار تحت عنوان عدم تمرکز و با به رسمیت شناختن حقوق سیاسی اتنیک ها به همدلی و هموار کنندگی راه آشوبگرانه و خونریز دستجات مسلح برای اقلیمی کردن ایران مشغول شده؟ اگر واقعا چنینه، بر همه ما واجبه که اگر عضو این شورا هستیم فورا استعفا بدیم و اگر هوادارش هستیم فرسنگ ها ازش دور بشیم. واقعا آیا مهندس شریعت مداری میخواد ایران رو تکه تکه و از هم پاره کنه؟ آیا واقعا آقای عبدالله مهتدی یا خانم های بهمنی و شرفگندی و آقای شهدایی که همه از کردستان هستند، یا همین آقای عزیز دادیار ما از بلوچستان که هفته پیش سخن میگفت و خانم ها و آقایان دیگری که همشون از جای جای ایران آمدند در شورای گذار گرده هم آمدند که ایران رو تجزیه کنند؟ اگر چنین باشه مطمئن باشید که این آخرین جلسه مهستانه که شخصیتی از شورای گذار در آن حضور میابه و سخن میگه. اما بنابر آنچه عرض کردم توجه داشته باشید که واقعا امروز و این نشستی که درش هستیم یک روز تاریخی و یک نشست سرنوشت سازه. عامل اصلی تشکل و دبیر کل شورای گذار آمده به مهستان ما تا با مطرح ساختن معنا و حدود و ثغور مفهوم عدم تمرکز لااقل تکلیف ما سکولار دموکرات های گرد آمده در مهستان و حزب سکولار دموکرات ایرانیان رو روشن کنیم. پس خانوم ها و آقایان،
این شما و این آقای مهندس حسن شریعت مداری در جلسه ای که میتونه تاریخ همکاری ما و شورا رو ورق بزنه. جناب شریعت مداری خوش آمدید، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. با سلام خدمت آقای دکتر نوری‌علا و دوستان عزیز شورای مهستان سکولار دموکراسی و همه هممیهنان عزیزی که برنامه رو پی میگیرند. خب خیلی خوشحالم که این فرصت به من داده شده که درباره یک موضوعی که در میدانی مینگذاری شده و میدانی که جمهوری اسلامی سعی میکنه انواع بدفهمی ها رو در اون دامن بزنه، بتوانم اون چرا که اسناد بین المللی میگه، اون چی که به مصلحت ما مردم ایران هست، اون چی که ما فکر میکنیم و اون چی که اسناد شورا میگه، صمیمانه با شما در میان بگذارم. این که چنین موضوعاتی در کشوری با سابقه استبدادی 2500 ساله یا بیشتر و سیستمی متمرکز که هرگز از سال 1335 تا کنون که قانون شهرداری ها در اون تصویب شده، یک شهردار منتخب مردم که حکومت برش نظارت نکنه و مستقل باشه وجود نداشته، عجب نیست. این فقط جمهوری اسلامی نیست که ذهن ما رو مغشوش میکنه، ذهن ما خود به خود هم آزاد نیست. ما باید دل بدهیم به این که اگر همه کسانی که جز ما میاندیشند و خود را ایرانی میدانند تصور دیگری از همزیستی با ما داشته باشند، تجزیه طلب بشوند، اون وقت اونهایی که ایران رو میخوان نگه دارن تعدادشون چقدر خواهد بود و چقدر ما خواهیم توانست این ایده حفظ ایران عزیزمون رو به پیش ببریم و در عین حال برای حکومت روشی انسانی، روشی مبتنی بر تمدن بشری و حقوق بشر داشته باشیم. خب اینا ظاهراً مانعت الجمع یک جای کار اشکال داره. امیدوارم اون دوستی که این نامه رو به جناب نوری الان نوشته و استعفا داده و هزینه ساخته اندکی بیاندیشد که آیا اون چی که میگه با اون چی که در زمین واقعیت در جریانه چقدر توافق داره. آیا حسن شریعت مداری بعد از 40 سال یا 45 سال مبارزه سیاسی برای ایران در صدد تکه پاره کردن ایرانه و شما میخواهید ایران رو یک پارچه نگه دارید؟ آیا شورای گذار که اغلب افرادش سالها در مبارزه سیاسی بر علیه دیکتاتوری و برای حقوق بشر و ایرانی واحد بودند و هزینه های زیادی بر اون پرداختند، یک چنین قصدی دارند؟ خب من توضیحات خودم رو میدم، نتیجه گیری با دوستانه. چیزهایی که من میگم بر مبنای اسناد بین المللی مثل اسناد OECD، اسناد تشکل سوئیس برای دسانترالیزاسیون یعنی SDEC، سازمان حقوق بشر و سازمانهای مختلفی است که در این زمینه هست و سازمان ملل اسنادش، و بنابراین چیزی از خود ساخته نیست. باید به اون توجه بکنیم، ببینیم که چه چیزی مناسب حال مملکت ماست، اون رو به دقت انتخاب بکنیم، تصمیم درباره این که چه نوع نظام سیاسی، چه حدی از عدم تمرکز، با چه نامی در آینده ایران پیش خواهد رفت، تنها و تنها حق تمامی مردم ایرانه که طی یک انتخابات آزاد، عادلانه، با نظارت بین المللی برای برگزاری یک مجلس مؤسسان و رفراندوم متعاقب اون در حقیقت بدن
و اون مجلس و متخصصینش هست که برای همه ما تعیین خواهد کرد که ایران آینده چگونه خواهد. اون چی که ما در شورا داریم و در سند آمده عدم تمرکز بدون حدود و ثغور. حدود و ثغور اون رو به افراد شورا آزادانه واگذار کردیم که در بین اونها فدرالیست هست، مخالف فدرالیسم هم هست، کسانی هم هستن که این میانه هستن، عدم تمرکز رو میپسندن و آینه ای از جامعه ایران با همه تضادهای موجودش. من فکر میکنم در آینده ایران هم همین راه حل متعادل که ما در شورا داریم بیشترین گزینه مردم خواهد. قضاوت رو به شما واگذارم. ابتدا از اینجا شروع میکنم که تعریف عدم تمرکز چیست؟ عدم تمرکز عبارت است از واگذاری بخش یا بخشهایی از وظایف و اختیارات حکومت مرکزی به مقامات و مؤسسات دولتی محلی و یا بخش خصوصی برای به منظور بهبود ارائه سرویس ها و خدماتی که به جامعه باید بدن، پیاده کردن بهتر وظایف دولت، نزدیکی بیشتر با مردم، جلب مشارکت اونها و رفع تبعیض ها. خب مسئله بعدی اینه که پیاده کردن چنین خواستهایی آیا در جمهوری اسلامی ممکنه؟ یا بحث ما برای یک نظام سکولار دموکرات آینده است؟ ببینید جمهوری اسلامی اصولا درش دولت بر خود تشکیل نشده، دولتی که بتواند وظایف خودش رو انجام بده. رئیس جمهورش میگه که من یک در حقیقت پادوی تشکیلاتی برای ولی فقیه هم. وزیر خارجش میگه که سیاست خارجی جای دیگه تعیین میشه و ما فقط کوردیناتور یا هماهنگ کننده هستیم و مجلسش میگه که ما در فرمان ولی فقیه. بنابراین با وجود این که جمهوری اسلامی از تعدد مراکز قدرتی که هیچ کدام طی قانون اساسی و حتی قانون اساسی معیوب ولی فقیه وظایف خودشون رو انجام نمیدن و تشکیلات مافیایی قدرت اداره میشه و یک عدیم قارتی است که بر سر اون عده ای نشستن و هر کدام به طرفی میکشند و مجموعاً یک هیولایی به اسم ولی فقیه رو علم کردن تا از منافعشون دفاع کنه، در حقیقت سندیکای دزدان و جنایتکارانه، در چنین نظامی در حقیقت تفویض اختیارات به دیگران، یعنی به جامعه، یعنی به غیر خودی ها، یعنی به مأمورینی که میتوانند از خودشون نباشند، سالبه به انتفاع موضوعه و هرگز عملی نیست. بنابراین موضوع بحث ما جمهوری اسلامی نیست و در جمهوری اسلامی چنین پروژه هایی قابل اجرا نیست. ما باید از جمهوری اسلامی عبور کنیم تا بتوانیم که چنین پروژه هایی رو در مملکت در حقیقت اجرا کنیم. خب مقدمه دومی که باید بگم تفاوت بین نظام یا حاکمیت و حکومت یا گاورمنت است. این تفاوت‌ها رو لطفاً من میتونم شیر کنم حتی که شما بتونید یادداشت کنید اگه بشه. اجازه بدید ببینم الان آقای مهندس شما رو کوهاس کنم چه؟ بله الان انجام میشه. بله اگر میتوانید شیر کنید تا تأخیر نکنیم، اگه تأخیر میشه همینطوری بگم. الان انجام میشه بیرون چشم.
ببینید بدفهمی های زیادی در زبان فارسی به علت اینکه این لغات لغاتی وارداتی است در حقیقت و ما معادل های مناسبی براش نداشتیم و هرچه دم دستمون اومده استفاده کردیم وجود داره، به خصوص بین حکومت و حاکمیت، نظام و دولت، کشور و ملت و از این قبیل. اینجا سعی میکنم که این مفاهیم رو کمی دقیق کنیم و نشان بدهیم که چگونه میتوان این که اجازه بدید من پیدا نمیکنم، اجازه بدید من پرزنتیشن رو پیدا کنم. بله مثل این که میشه الان صفحه رو دارید؟ نه خیر قربان. الان صفحه شما نیست آقای شریعت مداری. باید شیر اسکرین رو بزنید. بله شیر اسکرین رو زدم. کدوم؟ ادوانس شیرینگ اپشن رو بزنم. چی رو بزنم؟ نیازی به ادوانس نیست، برای اینکه یک صفحه هست. اجازه بدید من بزنم ببینم. آها. مثل این که میخواد بشه. بله. بله الان صفحه شما هست. خب برخی میبینید برخی تفاوتهای نظام و حاکمیت و حکومت دیده میشه؟ بله بله بله. خب یک، حکومت فقط یکی از عناصر حاکمیت. حاکمیت هر نظام شامل چهار عنصره. یکی مردمی که در یک سرزمین زندگی میکنن، یکی مرزهای جغرافیایی است، یکی حکومت هست. حکومت منظورم قوه اجرایی نیست، کل حکومت یعنی هر سه قوه با هم، و اقتدار یا سوورنتی یا حاکمیت ملی. این چهار عنصر که با هم جمع بشه یک حاکمیت تشکیل میشه. حکومت فقط یکی از این چهار عنصر. حکومت یکی از عناصر حاکمیت و فقط قسمتی از حاکمیت که برای حاکمیت کار میکنه. حکومت یک آژانس از حاکمیت و یا نماینده حاکمیت. دو، حکومت نماینده نظامه، برای حاکمیت کار میکنه. این حکومته که خواسته های نظامو در قالب قوانین به وسیله مجلس قانونگذاریش فرموله میکنه و قوانین نظام رو به وسیله قوه مجریش پیاده و اجرا میکنه و تطابق اونها رو با قانون حاکمیت تضمین میکنه، اغلب به وسیله دادگاه قانون اساسی. حکومت همچنین قدرت خودش رو و حکمرانیش رو یعنی سوورنیتیش رو از سوی نظام اعمال میکنه. نظام صاحب سوورنیتی است، حکومت مأمور اجرا و اعمال این سوورنیتی یا اقتدار ملی است. سه، حاکمیت یا نظام یک مفهوم انتزاعیه، حکومت اما مفهومی تعین یافته و موجود. حاکمیت یک مفهوم یا ایده یا اسمه که برای اشاره به جمعی از افراد که در مرزهای معینی زندگی نموده و برای اعمال سلطه خودشون رو سازمان دادن اطلاق میشه. مردم برای اینکه بتوانند خودشون رو اداره کنن احتیاج به سلطه دارن، احتیاج به حاکمیت دارن، خودشون رو سازمان میدن، به این میگن حاکمیت. این نظام قابل رؤیت نیست، یک مفهوم ذهنی است. اما حکومت از انسانها و نظام تشکیل شده. حکومت از نمایندگان مردم تشکیل میشه و یک سازمان و شکل معین و تعریف شده داره. حکومت به منزله تیمی از افرادی که قدرت حاکمیت رو اعمال میکنن و قابل رعایت هستند. چهار، حکومت فقط با سازمان یافتن بخشی از مردم تحقق میپذیره. مجموع جمعیت بخشی از نظام رو تشکیل میده، مجموع جمعیتی که دولت رو تشکیل میده یا حکومت رو تشکیل میده. همه مردم شهروندان حاکمیت هستند، در صورتی که حکومت از نمایندگان مردم فقط تشکیل میشه. و
فقط بخشی از مردم که انتخاب شدن به عنوان نمایندگان مردم حکومت رو تشکیل میدن و عده اونها معمولا از چند صد نفر تجاوز نمی کن. عضویت در حاکمیت الزامیه ولی در حکومت الزامی نیست. همه مردم شهروندان یک نظام یا حاکمیت هست. مجموع اونها جمعیت یک نظام رو تشکیل میدن و نظام رو اونها تشکیل دادن. همه اونها معمولا به طور خودکار با تولد خودشون عضویت یا شهروندی نظام رو صاحب میشن و در طول زندگی دارای اون هستن. در صورتی که عضویت در یک حکومت اتوماتیک نیست. هیچ کس رو نمیشه مجبور کرد که عضو حکومت بشه. هر کس میتونه داوطلبانه در انتخابات شرکت کنه و اگر انتخاب شد عضوی از حاکمیت باشه. حکومت رو فقط عده معدودی تشکیل میده. اقتدار یا سوورنیتی به نظام تعلق داره نه به حکومت. اقتدار این نکته خیلی مهمه و خیلی باعث مغلطه میشه. سوورنیتی به یک نظام تعلق داره نه به حکومت. اقتدار نشان از نظام داره و به حاکمیت متعلقه. حکومت قدرت خودش رو از سوی نظام و بر مبنای اقتدار نظام اعمال میکنه. حاکمیت یک قدرت عالی، فراگیر، مطلق، نامحدود و همه جانبه در البته در حوزه اقتدار خودش. اما حکومت قدرتی محدود و کاملا تعریف شده به وسیله قوانینی داره که اونها رو اعمال میکنه. مرزها متعلق به نظامن، متعلق به حاکمیتن. و از همینجا میشه نتیجه گرفت نیروی مسلح متعلق به نظام حافظ مرز هاست، متعلق به حکومت نیست. نظام اقتدار مالکیت حدود و ثغور و اعمال قوانین خود رو در محدوده مرزهای خودش داره. نظام یک موجود دارای مرزه، مرزها به اون تعلق دارن. حکومت موظف به محافظت و حفظ و دفاع از مرزهای نظام به وسیله ارتشی که اون ارتش در ذات خودش مأموریتش دفاع از این محدوده جغرافیایی است که نظام در اون اقتدار داشته باشه. قوانین موضوعه از سوی حکومت در محدوده نظام قابل اعمال می باشند ولی این محدوده متعلق به نظام نه حکومت. همه نظام ها به طور یکسان دارای چهار عنصر هستند ولی اشکال و امکانات حکومت حکومت‌ها از هر نظام به نظام دیگه متفاوته. چهار عنصری رو که بالا گفتم مشترک در بین همه نظام هست. هر نظام با داشتن چهار عنصر اساسی یعنی جمعیت، مرز، حکومت و اقتدار یا سوورنیتی وجودی همسان با دیگر نظام‌ها داره. این مشترکاتشه. ولی حکومت‌ها برعکس حکومت‌ها نه حاکمیت‌ها میتونن هرم‌های مختلفی مانند جمهوری ریاستی یا پارلمانی یا متمرکز یا فدرال یا عدم تمرکز یا ترکیبی از اینها داشته باشند. یک حکومت میتونه پادشاهی یا حکومتی اشرافی، اولیگارشی یا دموکراسی یا دیکتاتوری باشه. مردم میتونن شکل حکومت خودشون رو با یک رفراندوم عوض کنن ولی نظام‌ها با شخصیتی همسان با همدیگر و مستقل از نوع حکومتتون وجود دارن. ایران ایرانه، چه غیر متمرکز باشه، چه شاه برش حکومت کنه، چه آخوند حکومت کنه، چه دیکتاتور، چه دموکرات. ایران یک حاکمیته، یک مفهوم انتزاعیه متعلق به همه سرنشینان این مملکته و این حکومتان که میان و میرن. حکومت ها به طور منظم میایند و میرن. بعد از هر انتخابات عمومی حکومت تغییر میکنه. حتی یک تغییر کامل در حکومت میتونه با انتخابات و یا انقلاب و یا رفراندوم صورت بپذیره. نظام ها معمولا پابرجان تا هنگامی که نظامی از اقتدار برخوردار باشه ادامه پیدا میکنه. تا موقعی که موفق بشه مردم یک مملکت موفق بشن ساختاری بسازن که اون ساختار بتونه اعمال و قدرت کنه نظام ها ادامه خواهند داشت. بنابراین تفاوت های زیادی که
خوب تعریف شده و به رسمیت شناخته شدن در همه اسناد بین المللی، این چیزهایی که گفتم وجود دارن، بین حکومت و حاکمیت وجود داره. به طور عام جدایی بین حاکمیت و حکومت وجود نداره. هر حکومتی شاخه ای از حاکمیت نظام به شمار میره. این آخرم در حقیقت ریفرنس مطلب رو گذاشتم. خب من این چیز رو برمیدارم. اجازه بدید ببینم چطور میتونم این فایل رو بردارم که دوستان رو راحت تر ببینم. ادمین محترم میتونید بردارید؟ من اینجا نمیبینم متاسفانه. آقای مهندس شریعت مداری، شما وارد زوم بشین، استاپ شیرینگ رو بزنین که از شیر خارج بشه. مرسی. بله من این زیر چیزی نوشته. باید بالا رو ببینید آقای مهندس. بالا رو باید ببینم. قسمت بالا استاپ شیرینگ، اون بالا برای شما فقط ظاهر میشه. این سپورت داره اینجا. اجازه بدید هم ببینم. من انجام دادم. شما انجام خیلی خیلی من که اینجا هنوز هست. آها اجازه بدید. شاید منم الان ما تصویر شما رو میبینیم. چونید ادامه بدید. اجازه بدید من بیام تو دوباره مثل این که تصویر من هست. بله خب من اینجا رو باید پیدا کنم برای اینکه دوباره شیرینگ خواهم داشت. حالا اجازه بدید بریم چه. بله عرض به خدمتتون. خب قسمت بعدی ما یک شیرینگ دیگه داریم، ولی متاسفانه من اینجا چیز رو ندارم. اجازه بدید ببینم میتونم بیام تو یا برم بیرون دوباره بیام تو. اون قسمت پایین شیر اسکرین رو مشاهده نمی‌کنید؟ نه خیر من صفحه سفید. اجازه بدید یک آها شد. بله مثل اینکه دوباره شد. بله خب اجازه بدید یک اسکرین دیگری شیر کنیم و بعد بیایم اینجا. چیز بسیار مهمی که باید مورد نظر دوستان قرار بگیره، سوورنیتی در این نظامی که ما تعریف کردیم، یعنی در نیشن استیت ها متعلق است به حاکمیت و نه حکومت، و عدم تمرکز یا فدرالیسم یا شاهنشاهی یا جمهوری، همه انواع حکومتان، حاکمیت نیست، میگن local government، decentralization of government، نمیگن decentralization of نظام یا decentralization of constitution. اجازه بدید این سند دوم رو هم بزنم و بعد بیشتر بحث کنم. آیا سند هست خدمتتون؟ میبینید؟ بله بله بله. ببینید این بالا یک ردیفی هست که دست راست هست حکومت‌های متمرکز، دست چپ هست واحد‌های مستقل. از دو جهت میشه به هدف دسنترالیزیشن یا عدم تمرکز که گود گاورن یا حکومت یا حکمرانی خوب هست رسید. و اینا با هم تفاوت ماهوی دارن، نباید اشتباه بشه. یک موقع اینه که شما واحدهای مستقلی دارید، مثلا مثل ایالتهایی که در آمریکا بودن یا هر جای دیگه ای بودن، اینا ابتدا میان یک کنفدراسیون تشکیل میدن. کنفدرالیسم اسم این کار، یعنی به دلیل داشتن دشمن مشترک یا تقویت مبانی اقتصادیشون یا ایجاد بازار بزرگتر داخلی یا هر چیز دیگری، اتحادیه تشکیل میدن، مثلا مثل اتحادیه اروپا، و این یک کنفدریشنه. اینجا اقتدارهای ملی مختلفی
آمدن در هم ادغام شدن بدون اینکه یکی بشن هنوز. بنابراین طی پیمانی به هم پیوستن و بر اساس این که هر پیمانی که بهش پیوسته شد میشه جدا شد، هر موقعی که خواستن میتونن دوباره جدا بشن. اینها وقتی با هم زندگی کافی کردن پیمان خودشون رو به قانون اساسی تبدیل میکنن و تبدیل میشن به یک حکومت فدرال مثل آمریکا. و دیگه اون قانون اساسی به این راحتی اجازه جدا شدن رو نمیده. اون قانون لق قبلی نیست، اتحادیه اروپا نیست که با یک برگزیت بشه ازش خارج شد. ممکنه در بعضی از قوانین اساسی راهی برای جدا شدن مجدد باشه، در بسیارشون هم نیست. از بین 43 کشوری که پیمان نوشتند برای اینکه قانون اساسی انجام بدن و از شکل فدرال داشته باشن، جز در معدودشون اجازه جدایی واحدهاشون نیست. خب ولی یک طرف دیگه یه چیز اصلا متفاوته که با این قابل قیاس نیست. اون اینه که حکومت‌های تاریخی متمرکز مثل دیکتاتوری‌های نظامی، مثل سلطنت مطلقه، مثل اولیگارشی، مثل حکومت‌های اقتدارگرا، مثل حکومت‌های دیسپوت، مثل حکومت‌های تمامیت‌خواه، به دلایلی که گفته خواهد شد تصمیم می‌گیرند تمرکز زدایی کنند. تمرکز زدایی مراحل مختلفی داره. برخی از اینها از تمرکز زدایی می‌خوان فدرال هم بشن، مثل آلمان مثلا بعد از جنگ در دوره وایمر رپوبلیک یک سیستم غیر متمرکز رو داشت، همه شکل‌های دیگر رو هم تجربه کرده، هم فئودال بوده یعنی واحدهای مجزا بودن، در عرض به خدمتون قرارداد وستفالی به هم پیوستن، هیتلر اومده یک حکومت نظامی داشته، بعد جنگ شده، بعد از جنگ آمدن و یک فدرال تشکیل داد. اینجا دیگه حق جدایی نه تنها وجود نداره بلکه سوورنیتی جدا نشده. سوورنیتی تنها توزیع شده. سوورنیتی مال یک ملت یک پارچه است که در کشوری واحد داره زندگی میکنه، فرم زندگی خودش رو انتخاب کرد. ما دو انتها داریم دو ایران متاسفانه. یک انتها از این واقعیت که ایران مولتی اتنیکه، میخوان برسن به این واقعیت که ایران مولتی نشناله. مولتی اتنیک یعنی اقوام متعددی در ایران هست. میخوان این رو جعل کنن به این که مولتی نشنال هستند، یعنی واحدهای مستقلن، جدا بشن، کنفدراسیون درست کنن اگه خواستن، بعد بیان فدرال بشن. این با واقعیت تاریخ ایران منطبق نیست. یه عده دیگه هم میخوان که حکومت رو همون متمرکز نگه دارن و اصلاحات رو در حد تکثرزدایی که براتون خواهم گفت چیه نگه دارن. این هم با واقعیت ایران چیز نیست. چیزی که ما در شورا میگیم این تمرکز زدایی اینجاست، فدرالیسم نیست. ما تا اینجا میاییم. اون چی که در شورا بی لکنت زبان میگیم مورد توافق خودمونه این قسمته، تمرکز زدایی یعنی تکثر زدایی، اعطای اختیارات، واگذاری مسئولیت ها، که در بخش خودش کاملا شرح خواهیم داد. خب بنابراین نکته مهم دومی که اینجا باید بیان کنم اینه که در این فرم، یعنی حرکتی که از سمت راست ما به سمت گود گاورن میشه، در حقیقت سوورنیتی متعلق به حکومت نه حاکمیت و بنابراین تجزیه نمیشه، جدا نمیشه، فقط توزیع میشه. در اون مدلی که از سمت چپ شروع میشد
سوورنتی ها متعلق به حاکمیت های مختلف بودن که در هم تنیده می شدن، بعد قانون اساسی می شدن متعلق به حکومت می شدن. این دوتا اصلا دوتا چیز کاملا مختلف، بعد کاملا بهش دقت بشه و اغلب مغالطه ها یا بدفهمی ها یا قرضورزی ها در همین حرفه. هدف عدم تمرکز تشکیل حکومت خوب، حکمرانی خوب یا گود گاورنه. اجازه بدید من بتونم که از این شیرینگ و ازش بیام بیرون ببینم چطور میام. بله من انجام دادم آقای شریف. شما اگر باشید کار من خیلی راحت میشه. خیلی ممنون. اجازه بدید خب هدف عدم تمرکز ایجاد حکومت نیک است. گود گاورن یا حکمرانی نیک. ببینیم مشخصاتش چیه. یک حکمرانی نیک شفافیت داره. از اون بالا ببینید. ها چیز نکردم. شیر نکردم. اجازه بدید. اینم شیر کنم. میبینید صفحه رو؟ بله بله بله. یک گود گاورن یا حکمرانی نیک دارای شفافیت، پاسخگو و محاسبه پذیره. حکومت قانون در اون جاریه، پاسخگوست. اونجا محاسبه پذیر بود، اینجا پاسخگوست. مشارکتیه، یعنی مردم رو سعی میکنه مشارکتشون رو در سرنوشت خودشون تأمین کنه و مردم در امر عمومی مشارکت داشته باشن. انضمامیه، معنی انضمامی اینه که هیچ گروه رو اکسکلوزیو نمیکنه، به حاشیه نمیراند، غیر خودی نمیکنه. هر گروهی هم احساس تبعیض بکنه سعی میکنه تبعیض زدایی کنه. کارایی و کارآمدیش حد اکثریه یا میخواد حد اکثری باشه. مبتنی بر حقوق بشر. اینها معمولا در همه اسناد بین المللی، البته بعضی ها خیلی بیشتر نوشتن، ولی اغلب اینها رو مشخصات یک گود گاورن یا حکومت خوب اعلام میکنند. خب امیدوارم دیگه شما راحت شده باشید از پرزنتیشن و بتونیم مطالبمون رو ادامه بدیم. حالا چرا حکومت ها به سمت عدم تمرکز میرن؟ حکومت های اقتدارگرا اغلب داوطلبانه یا به اجبار یا تحت تشویق بین المللی به سمت حکومت غیر متمرکز میرن. این چراییش رو با هم باز بشکافیم. خب در برخی از کشورها عدم تمرکز در عکس العمل به یک حکومت قبلا به شدت متمرکز انجام میشه، به عنوان تضمینی برای عدم بازگشت به دیکتاتوری و استمرار یافتن دموکراسی. یکی از دلایلی که کشورها میرن به عدم تمرکز دموکراتیزاسیون بیشتره، برای اینکه بین دموکراسی و عدم تمرکز یک رابطه یک به یک. هر چه عدم تمرکز بیشتر باشه کشور دموکراتیک تر اداره میشه، مشارکت مردم بیشتره. دموکراسی در لول ابتداییش، در مرحله اولیش، یک فرم حکومتی. این تعریف نئوپوزیتیویستی از دموکراسیه. دموکراسی یک مدل حکومتی است که در اون یک انتخابات ادواری سالم و منصفانه دائم تکرار میشه. ولی در لول های بعدی دموکراسی با آدما سر و کار داره. هر چی مشارکت جامعه بیشتر باشه، هر چی ضریب رضایتمندی بیشتر باشه، هر کی فاصله حکومت و مردم کمتر باشه، دموکراسی عمیق‌تر. دسانترالیزیشن یا عدم تمرکز این فاصله رو کم میکنه، شفافیت رو زیاد میکنه، پاسخگو میکنه. هدفش رسیدن به گود گاورنه.
هنوز ما هیچ حکومتی نداریم که مدعی باشه من حکومت کاملا خوبم، ولی دموکراسی های بزرگ به درجاتی از گود گاورن رسیدن و بنابراین به درجاتی از عدم تمرکز هم رسیدن. بنابراین یک رؤیا نیست، رسیدن به گود گاورن یک ایدئاله که به سمتش میشه حرکت کرد. خب بعضی از حکومت های متمرکز تحت فشار اقلیت ها و مذاهبی که مورد تبعیض قرار گرفتند مجبور میشن تن به عدم تمرکز بدن و درجاتی از عدم تمرکز رو میپذیرند. ایران نمونه بارز. در ایران یک فشار حداکثری از طرف اقلیت های مذهبی و اقلیت های قومی برای عدم تمرکز هست. ممکنه خواسته هاشون افراطی باشه امروز، ولی اگر یک عدم تمرکز متعادل باشه، درش زندگی کنن، مزایاشو ببینن، ببینن مشارکت دارن، چه بسا مثل اغلب کشورهایی که ابتدا همین وضع بوده و بعد از دیدن مزایاش و همون سیستم موجود رضایت دادن، اغلب اینها هم بدن. در مقابل گروهی هست که به شدت مقاومت میکنه، اونا برخورداران از تمرکز هست یا برخورداران عینی، یعنی آپارات حکومتی که عمری به فرمان دادن و حکمرانی کردن عادت کرده و فکر میکنه که اگر اختیارات رو از دست بده در حقیقت شخصیت رو از دست داده، امتیازات رو از دست داده و کارشکنی میکنه. یک عامل ذهنی هم هست، انسان هایی که در دیکتاتوری ها زندگی کردن برایشون تصور این که در یک سیستم غیر متمرکز زندگی کنن بسیار سخته و از خطراتش میترسن. این هم عامل ذهنیه. در مقابل اون فشار این ترمز هم وجود داره. خب در برخی از کشورها عدم تمرکز به این دلیل شروع شده که سرویس‌دهی حکومت در بخش‌های بزرگی فلج شده. کشور به قدری بزرگ بوده، خواسته‌ها به قدری متنوع بودند، در دوران جهانی شدن به قدری عمیق شده این خواسته‌ها که از مرکز نمیشه هدایتش کرد. مجبور شدن که عدم تمرکز رو در درجاتی که مناسب با اون کشور میدونن در حقیقت بهش دست بزن. در برخی از کشورها فقط سرویس دهی دلیل نبوده، فساد گسترده‌ای وجود داشته که این فساد گسترده باندهای مافیایی رو به وجود آورده بوده و فقط میشد با عدم تمرکز این باندهای مافیایی رو امتیازاتشون ازشون گرفت. این هم یکی از دلایل بوده و همچنین برای هدر رفتن بودجه هایی که به جا خرج نمیشه، چون در حقیقت خواسته های مردم رو نمیتونن و از مرکز مثلا یک سازمان برنامه و بودجه برای استان سیستان و بلوچستان تعیین میکنه که چه کارخانه ای لازمه یا آب مشروب زراعتیشون چطور باشه، بدون اینکه حتی اون استان رو بشناسه و هدر میره. چیزهایی میسازن، کارهایی میکنن که مردم از اون استفاده نمیکنن. همچنین عدم تمرکز عموماً ازش توقع این هست که شفافیت و پاسخگویی و اکانتبلیتی، یعنی محاسبه پذیری یک حکومت رو بالا ببره. همچنین عدم تمرکز مشارکت بیشتر به ارمغان میاره، برای اینکه مردم رو تشویق میکنه در سرنوشت سیاسی خودتون امکان دارید شرکت کنید و تبعیض‌ها رو کم میکنه، نوآوری سیاسی رو زیاد میکنه، برای اینکه عده زیادی داوطلبانه یک صدای میاد. این صدا برای شما میاد؟ من فکر میکنم صدا از میکروفون خود شما باشه، برای اینکه همه میکروفون ها بسته است.
الان میکروفون بستم هنوز میاد. بله الان خوب شد. بله. خب عرض به خدمتتون، یکی از دستاوردهای عدم تمرکز که ازش توقع اینه توزیع عادلانه تر منابع و فرصت ها و شانس هاست. یک دستاورد دیگه حفظ محیط زیست و اختصاص بهینه منابع هست، حفظ زندگانی کشاورزی هست و عرض به خدمتتون بهبود وضعیت کشاورزان. دلیلش اینه که وقتی شما یک سیستم متمرکز دارید همه فرصت ها در مرکز و چند شهر بزرگ خلاصه شد. کشاورزان اغلب به قدری مورد بیتوجهی قرار میگیرن و اقشار تهی دست شهری که برای یافتن شغل سرازیر میشن به شهرهای بزرگ. در نتیجه دهات خالی از سکنه میشه، کشاورزی از بین میره، ما ابرشهرهای بزرگی به وجود میاد، ابرکلان شهرهای بزرگی که چندین و چند میلیون جمعیت دارن، ترافیک دارن، هوا آلوده است، یک دیاسپورا یا یک حومه پروینس های بزرگی از این مهاجرین در جستجوی کار با فرهنگی دیگر آمدن، زندگی خودشون رو از دست دادن بدون اینکه زندگی بهتری به دست بیارن، ناراضی از حکومت هستند و در صدد حرکت های تند و انقلابی هستند. یک دستاورد بزرگ دیگر عدم تمرکز این هستش که منابع لایق انسانی رو در محل نگه میدار. هم از لحاظ مادی پولشون در محل میمونه و هم خودشون در محل میمونه و در نتیجه محل رو آباد میکنن و محل رو قابل زیست میکنن، رفاه رو در محل بالا میبرن. خب بنابراین این که چرا حکومت ها دست به این رفورم ها میزنن، یعنی از یک طرف این رو فهمیدیم که عدم تمرکز در مقوله رفورم هاست، مفهومی انقلابی نیست، از یک حکومت متمرکز با طرحی سنجیده با مطالعه عمیق شروع میکنه پله به پله کار خودش رو پیش میبره، از سوی دیگر از هر کشور به کشور دیگه فرق داره، نسخه واحدی وجود نداره. سوم اینکه چیزهایی که ما گفتیم مدل آکادمیک قضیه است، مدل‌های عملی مخلوطی از اینهاست، اینا چیزهایی هستند که در همه این سیستم‌های غیر متمرکز مشترکن ولی کشورهایی هستن که ابتکارات دیگری هم دارن که چون کوچیک بوده در این مدل عمومی ذکر نشد. خب حالا بخش عمده کار ما شروع میشه که انواع عدم تمرکز رو شرح بدیم. من چقدر وقت دارم خانم قیاسبند؟ راستش این رو آقای نوریالا باید بگن که مدیر نشست هستن. آقای نوریالا ببخشید من میکروفونم بسته بود. عرض کنم که تا الان شما زیاد 20 دقیقه اول رو چون من استفاده کردم شما بیش از 35 دقیقه صحبت نکردید. ادامه بدید. بسیار خوب، پس من اجازه میخوام یک 20 دقیقه دیگه احتمالا صحبت کنم. خواهش میکنم، بفرمایید. انواع عدم تمرکز رو ما شرح میدیم. ببینید عدم تمرکز در یک دید کلی و عدم تمرکز سیاسی، عدم تمرکز اداری و عدم تمرکز مالی تقسیم میشه. عدم تمرکز سیاسی چیه؟ عدم تمرکز سیاسی عمیق‌ترین نوع عدم تمرکز، یعنی مقامات محلی اختیارات سیاسی خودشون رو طی قوانین و نه بخشنامه و بعضن قانون اساسی واگذار میکنن یا بله واگذار میکنن به مقامات محلی. درجه این واگذاری ممکنه
یک حکومت فدرال تشکیل بده یا یک حکومت غیر متمرکز تشکیل بده. تفاوت‌هاشو بعداً میگم. ولی این مقامات محلی میتوانند تصمیمات سیاسی در حوزه قانونگذاری، در حوزه اجرا و در حوزه خدمات داشته باشند و به کسی گزارش نمیدن. اگر تخلف کردن از قانون تخلف کردن و محاکمه میشن. این عدم تمرکز سیاسی دو شاخه مهم داره. یکی عدم تمرکز فرهنگی است، یکی عدم تمرکز دینی است. یعنی در قانون اساسی زبان رسمی و دین رسمی معمولا ذکر نشده. زبان سراسری اگر هم رسمی است عملا سراسری است. زبانهای محلی در سیستم آموزش موقعیت ویژه‌ای دارن. این موقعیت ویژه کشور تا کشور فرق میکنه، ولی تا اونجایی که ممکنه از زبان تبعیض زدایی میشه و ارزش برابر داره. عدم تمرکز دینی هم اینه که هیچ دینی دومینانت نیست و همه اونهایی که ادعای دین بودن دارند حکومت اونها رو به یک چشم نگاه و حقوق مساوی دارند. خب عدم تمرکز اداری چیه؟ عدم تمرکز اداری عبارت است از این که شما طی قوانین یا بخشنامه ها بخشی از اختیارات حاکمان مرکز رو به مقامات محلی میدید و این که تا بتوانند سرویس بهتری ارائه بدن. این که در چه حدی این اختیارات رو میدید به سه مقوله مختلف معمولا تقسیم میشه. نازلترین سطحش تمرکز زدایی است. تمرکز زدایی اون سطحی است که اکنون کشوری نیست نکرده باشه. نمونه یک کشور مقتدر در جامعه شناسی فرعون اول مصر رمسس اول بود که کشور رو یک پارچه کاملا تحت اختیار یک خدا اداره میکرد که خودش بود. الان ما یک چنین حکومتی نداریم. حکومت تقسیم به واحدهای جغرافیایی میشه. در واحدهای جغرافیایی گماشتگانی از حکومت وجود دارند. اختیاراتشون رو طبق قانون یا بخشنامه تعریف شده و بنابراین سیستمی 100% متمرکز دیگه تو دنیا وجود نداره. به قدری پیش پا افتاده است این حد از تمرکز زدایی اداری که در حقیقت بخشی میگن اصولا از تمرکز زدایی باید کنار گذاشته بشه و در علوم اداری باید بحث بشه. برای اینکه یک چیزی که وقتی شما یک حکومتی رو که از یک استان بزرگتره بخواید اداره کنید مجبورید این کار. ولی به صورت عده زیادی در منابع بین المللی همینجا جاشون. یک درجه بالاتر اعطای مأموریت. اعطای مأموریت معناش این هستش که شما بخشهایی از وظایف رو طبق قوانین یا آیین‌نامه ها یا بخشنامه ها به مأمورین محلی میدید. اونها انجام میدن تحت نظارت شما و گزارش میدن به مأموری که در مرکز نشسته تحت نظارت او. مأمور مرکز نشین مسئول اصلی است و اینها به تبع مسئولند و او باید بر کار اینا نظارت کنه. به این میگن دلیگیشن. به اولی میگفتن دیکانستریشن، به دومی میگن دلیگیشن. دلیگیشن یعنی دلیگیت کردن یه نفر، یعنی اعطای مأموریت. نوع سوم واگذاری اختیارات و مسئولیت و این موقعی است که بهش میگن دیولوشن. دیولوشن معنیش اینه که شما قسمتی از اختیارات یا مسئولیت رو
به طور غیر قابل برگشت بر اساس قانون به یک مأمور محلی میدید، او به هیچ وجه نباید گزارش بده، او در مقابل قانون مسئوله و در حالت دیولوشن اغلب پارلمان محلی هم وجود داره، دادگاه محلی هم وجود داره تا بتواند که حساب کتاب رو از مأمورین محلی بگیر. خب اینجا فرقش رو با فدرالیست بگم. فرق دیولوشن با فدرالیست بر اینه که در فدرالیست اغلب در کشورها یک سیستم دو پارلمانی است، یک پارلمان ملی و یک پارلمان مربوط به در حقیقت ایالات یا استانها، و ایالات یا استانها علاوه بر اینکه امور خودشون رو اداره میکنن در طریق پارلمان مرکزی خودشون در امور فدرال هم دخالت میکنن. ولی در دیولوشن اولا پارلمان محلی و پارلمان مرکزی وجود نداره و ثانیاً اینا قادر به دخالت در امور مرکز وجود ندارن برای اینکه فدرالی وجود نداره. اینا بخشای از حکومت واحد هستند که اختیارات بهشون واگذار شد. در حقیقت نظامی که ما در شورا برگزیدیم همین دیولوشنه، برای اینکه در اونجا از یک سو صحبت از عدم تمرکز کردیم، از یک سو از پارلمان‌های محلی صحبت کردیم و از یک سو از آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری صحبت کردیم. بنابراین فرمی که ما انتخاب کردیم دیولوشنه، یعنی واگذاری اختیارات و مسئولیت ها به مأمورین محلی در حدود قوانین به طور غیر قابل برگشت به منظور تبعیض زدایی و حرفایی که زدیم. اینکه حدودش چه خواهد بود یک برنامه تخصصی، اینکه آموزش چگونه خواهد بود یک برنامه تخصصی داریم روش کار میکنیم و باید تهیه بکنیم، ولی منظور ما این بود. و در هیچ کدوم از این فرم هایی که ما گفتیم خطر تجزیه وجود نداره، برای اینکه اصولا سوورنیتی مربوط به نظام مرکزی است و سوورنیتی هیچ جا تجزیه نمیشه. عدم تمرکز مالی چی؟ عدم تمرکز مالی این هست که شما بودجه مملکت رو متناسب با هزینه واحدهایی که بهشون اختیارات واگذار کردید در حد اونها به اونها منتقل میکنید، اونها در محل اجازه دارن تا حدودی مالیات وضع کنند، مالیات رو وصول کنند، بخش خودشون رو از مالیات بردارن بقیه رو به مرکز بدن، و یا استفاده از چیزهای مثل آتوبان یا چیزهای دیگر رو با هزینه مردم بکنن یا مجانی بکنن، نظام آموزشی رو بخشیشو پولی بکنن بخشیشو مجانی بکنن، و همچنین در انجام کارها به طور داوطلبی از مردم محلی یا کارشون یا سرمایهشون استفاده بکنن. به این میگن رفرم مالی یا عدم تمرکز مالی. خب من یک سعی میکنم پرزنتیشن دیگری رو هم اگه پیدا کردم اینجا بذارم. نه همینایی بود که گفتم، فکر نمیکنم لازم باشه. از اینجا به بعد ما میتونیم که گفتگوهای خودمون رو شروع کنیم، برای اینکه نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم و بیشتر میخوام که به سوالاتتون پاسخ بدم. پس توجه کردید من یک بار یک خلاصه ای از مطالبی که گفتم در چند دقیقه ارائه میدم. یکی این هستش که عدم تمرکز یک روشی است برای بهینه کردن سرویس دادن حکومت، رفع تبعیض، افزایش مشارکت، شفافیت و پاسخگویی و امکان سرویس دهی بیشتر حکومت به بخش‌های مختلف مملکت. گفتیم که موقعی به این دست میازن که جایی فلج شدن، یا در مقابل اعتراضات، یا خطر برگشت دیکتاتوری، یا اینکه مردم این رو شدیداً میخوان و نمیتونن جلوش بایستن، یا سرویس دهی به قول امروزی ها فشل شده و در بخشای عمل نمیکنه،
و هر کاری میکنن نمیشه، یا فساد به قدری گسترده شده که باید بشکننش تا حداقل به فسادهای کوچکتری تبدیل بشه، برای اینکه مافیاها بعضی موقع به قدری بزرگ میشن که همه حکومت رو تسخیر میکنن و چاره دیگه ای نمیمونه. و از این قبیل بعد انواعش شماردیم و گفتیم که از دو جهت میشه به گود گاورن رسید. یکی از واحدهای جدا جدا میشه به گود گاورن رسید. در این حالت سوورنیتی ها رو هم میریزن، ابتدا پیمانن بعد قانون اساسی میشن. در قانون اساسی ها اغلب قابل برگشت نیست و اینا نمیتونن جدا بشن، و یکی هم از سمت یک حکومت مقتدر داوطلبانه شروع میشه دسنترالیزاسیون برای گود گاورن. و در این حالت اصولا سوورنیتی هیچ موقع جدا نبوده، همیشه یکی بوده، حتی اکثر توضیح میشه در سطح مملکت تا شانس ها مساوی باشه، یعنی اقتدار در سطح مملکت چگالیش خیلی با هم فرق نمیکنه. مرکز هاش گفتیم که علاوه بر دلایلی که از طرف حکومت هست، دلایل ملی هم هست، مانند این که کلان شهرها ابر کلان شهرهای تشکیل میشه در اثر استمرار یک حکومت متمرکز که نه سرویس میتونن بدن، به شدت هزینه ها درش گرون میشه، برای اینکه از همه کشور میریزن به این ابرکلان شهرها، زمین محدوده، این زمین محدود رو باید بخرن تا زندگی کنن، قیمت زمین بالا میره، قیمت زمین که بالا رفت قیمت سرقفلی ها، قیمت اجاره ها و در حقیقت 30% زندگی بالا میره، بر همه زندگی اثر میذاره، قیمت ها رو گرون میکنه و اینها رو ریفلکت میکنه، بازپخش میکنه در سراسر مملکت و سراسر مملکت رو گرون میکنه، هوا رو خراب میکنه، انسانها رو آنانوم بی شخصیت بی هویت میکنه. کلان شهر بزرگ هیچ کس اون یکی رو نمیشناسه. سرمایه اجتماعی به چیزی به زیر صفر میرسه. زندگانی کشاورزان رو مختل میکنه، حاشیه نشین شهری ایجاد میکنه. بعد انواع عدم تمرکز رو شرح دادیم که عدم تمرکز یا سیاسی است که دو فرم داره، یکی دیولوشنه، یکی عرض به خدمتتون شکل چی میگن؟ عرض به خدمتتون که شکل فدرالی اونه. ما در دیولوشن موندیم به عنوان رفرم سیاسی. رفرم های اداری یا administrative reforms تشکیل میشه از deconcentration, delegation و همین devolution. devolution هم یک رفرم سیاسی و هم یک رفرم اداری است، مرز این دوتاست. بعد رفرم مالی رو شرط دادم و گفتم که چگونه، چون این کارهایی که در محل میخواد بودجه میخواد، چگونه بودجه رو از ابتدا باید متناسب تقسیم کرد، چگونه باید بر اونها امکان ایجاد کرد که خودشون خرج پاره ای از فعالیت‌هاشون رو تأمین کنن. اینجا بنده سعی میکنم که کمتر حرف بزنم و بیشتر شنونده باشم و جواب شما رو بدم. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم جناب شریعت مداری. امیدوارم که فرمایشات شما مسائل مبهم و تاریخ رو روشن‌تر از همیشه کرده باشه. عرض کنم که ما به مقدار زیادی پیام از بیرون از مهستان برای ما گویا رسیده، اگر که آقای دانشور که اولین نفری هستن که در داخل مهستان هستن اجازه بدن من از بیرون شروع کنم امروز و از خانم قیاسفند تقاضا کنم اولین مطلب وارده رو بفرمه. بله حتما. اولا که مجددا خوش آمد میگم به آقای شریعت مداری گرامی و خسته نباشید میگم به شما. بیشتر از یک ساعت شما سخن گفتید. امیدوارم که این باعث شده باشه که عزیزانی که ایران براشون عزیز هست و از نگرانی ایران انگهایی میزنند، امیدوارم به خوبی شیرفهم شده باشند.
اولین پیامی که اومده آقای مهرداد ساد از اصفهان نوشتند: آقای شریعت مداری، مخالفان شما که بیشتر سلطنت طلب هستند و نه خواستار پادشاهی پارلمانی، مرتباً به این نکته اشاره میکنند که شما فرزند آیت الله شریعت مداری هستید و یادشان میرود که شاهزاده هم فرزند دو دیکتاتور مسلح هست. ما امروز به پدر و مادر کسی کاری نداریم و اشخاص را باید در محدوده شخصیت خودشان ارزیابی کنیم. برای ما جای خوشحالی است که فرزند یک آیت الله امروز منادی سکولاریسم شده است. همون گونه که فرزند یک پادشاه امروز مخالف دیکتاتوری و موافق دموکراسی شده است. این دشمنان دوست نما این پیشرفت‌های مهم را نمی‌بینند. من به شما تبریک میگویم که از بیت یک آیت الله بیرون آمده اید و منادی سکولاریسم شده اید. همان گونه که شاهزاده را ستایش میکنم که از ولیعهدی یک سلطنت آمرانه مبلغ واقعی دموکراسی شدند. پرسشی که نبود، ولی اگر که آقای شریعت مداری میل دارن مطلبی رو بفرمایند بفرمه. نخیرم اینکه لطف کردن و چنین نظری دادن باعث خوشحالی منه. به خصوص من خیلی مایلم که خانومی که ابتدا از شما سوال کرده بودن و مبهم بود مسئله برشون، توضیحات من بر ابهامشون نیفزوده باشه و مسائل رو حل کرده باشه. اگر که اجازه بفرمایید من ایمیل شما رو به ایشون بدم که اگر که مطلبی داشتش از خودتون سوال کن. با کمال میل. الان که من ارتباطی ندارم. بله. عرض کنم که جناب حسن دانشور از داخل مهستان بفرمایید. خیلی متشکرم. درود میفرستم به هموندان گرامی آزاد دانشور و همینطور مهمان گرامی جناب آقای حسن شریعت مداری. قبل از اینکه صحبتایی رو بخوام بکنم خدمت خانم قیاسپور بگم که بنده از اون کسایی که متاسفانه خیلی شیفم نشدم. به همین دلیل سوالاتی رو و مطالبی رو عرض خواهم کرد. عرشبت که من فکر میکنم که برای گذار درست به دموکراسی اینه که یکی از شرطهای اساسی اینه که ما نقطه نظرات همدیگه رو حتما آنالیز کنیم و نقد کنیم، کاری که خود در اسناد شورای مدیریت گذار هم به روشنی ذکر شده. در ادامه این نقد هاست که ما میتونیم به حقایقی و لو نسبی دسترسی پیدا کنیم و ای بسا قضاوت های و پیش قضاوت هایی که نسبت به هم دیگه داشتیم اینا رو متعادلشون کنیم. نقد امروز من نسبت به برخی از ایده هایی است که در اسناد سگانه شورای مدیریت گذار اومده، البته فقط من مفهومش به اون بخشی که به عدم تمرکز میپردازه. در سند شماره 2 قسمت ب که در مورد نظام و ساختار سیاسی آینده کشور است، ما اینو میخونیم: رفع هر گونه تبعیض و به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گروه‌های اتنیکی ایران، به رسمیت شناختن حق آموزش به زبان مادری در کنار فارسی، سازماندهی نظام اداری کشور بر اساس اصل عدم تمرکز، توی پرانتز گفته شده سپردن حد اکثر امور اداری و چگونگی مصرف بودجه‌های عمرانی به نهادها و مجالس منتخب محلی. و بالاخره در پایان اضافه میکنه که تصمیم گیری درباره مناسب ترین شکل ساختار سیاسی در این زمینه به عهده مجلس مؤسسان خواهد بود. من فقط راجع به همین 4 بخش صحبت خواهم کرد و بس، برای که این مربوط میشه به بحث امروز ما. فکر کنم قبل از هر چیز باید بگم که من با خوندن این 3 سند این احساس بهم دست داد که تنظیم کنندگان این اسناد علارغم داشتن دانش وسیع به گمان من نسبت به پرنسپ‌های دموکراسی مدرن، جاهایی هم گویی مجبور به درج نکات شدن که صرفاً برای راضی نگاه داشتن عده‌ای و خواست‌های معین گروهی و حزبی بودن. این البته احساس من میتونه اشتباه باشه. البته این هم گفته شده که این اسناد را برای تکمیل و تدقیق پیشنهاد میکنن، یعنی اونا اون رو در معرض نقد و بررسی دیگران هم قرار دادن. ما در مهستان بنابر وظیفه ملی و علت وجودی خود مهستان و متناسب با بضاعت خودمون پاره ای از اونا رو نقد کردیم و در مورد مسائل دوران گذار اسنادی هم
انتشار دادیم که متاسفانه تا کنون هیچ عکس العملی از سوی شورای مدیریت گذار نسبت به اونها دریافت نکردیم، در حالی که عده ای از اعضای این شورای این مهستان جنبش سکولار دموکراسی یا عضو شورای مدیریت گذار هستند و یا در اونجا به هر حال به نفع این شورا فعالیت میکنند. بنابراین اولین توقع و سایه‌ترین توقع ما این بود که شورای مدیریت گذار نسبت به دوستان خودش یکم با محبت بیشتری بشه، قول خودش رو اینجا انجام بده. حالا بپردازیم به این نکاتی که توی سند شماره دوم بده. در مورد اولین نکتهش پرسشی که به ذهن آدم میاد اینه که چرا در حالی که در جای جای این اسناد سگانه صحبت از آزادی، دموکراسی، حقوق شهروندی، حقوق بشر و اتب رفع تبعیض میشه، بندی جداگانه و همتراز با بند اول، بند اولش استقرار نظام دموکراسی نمایندگی سکولاره، همتراز با این بند میاد و خواهان به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گروه‌های اتنیکی میشه. مگر حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اتنیک ها حقوق جدا از حقوق شهروندی شناخته شده در قانون اساسی میتونه باشه؟ مگر آزادی اساسی انسانی، فردی و گروهی خصلتی عام و همه شمول ندارن و کافی نیستن؟ به هر صورت حقوق نامورده در این سند کاملا مبهم و ناروشن باقی مون. البته با صحبتهایی که امروز آقای شایدمدار انجام دادن بخشی از این ناروشنی روشن شد، ولی همچنان نکاتی باقی میمونه. نکته بعدی به رسمیت شناخته شدن حق آموزش زبان مادریه در کنار فارسی که من در این مورد چی نخواهم گفت، به خاطری که ما این موضوع رو به صورت یک سند دروردیم و خود من در یک جلسه مهستان حدود 3 ساعت در این مورد توضیحات لازم رو دادم، بنابراین مراجعه به اون روشن میکنه و وارد بحث مجدد نخواهم شد. نکته بعدی که بحث امروز آقای شهیدمدانی بود، عدم تمرکز برای سازماندهی نظام اداری کشور. امروزه در دموکراسی‌های مدرن موجود، اهم از فدرال و یا تک مرکزی فرقی نمی‌کنه، عدم تمرکز اداری تا بالاترین حد ممکن وجود داره. برای مثال در کشور کوچک و تک مرکزی هلند، شهرداری‌ها و استانداری‌ها و به خصوص شهرداری‌ها مجری قسمت بزرگ کارهای اداری کشورن. وظایفی مثل فرض کنید برقراری نظم و امنیت، حل مسائل اجتماعی محل خودشون، کمک به امر آموزش در سطوح مختلف، حل مشکلات افراد مسن، مسائل مربوط به بهداشت و نظافت، کمک مؤسسات هنری، آموزشی و و و و همه این امور رو انجام میدن و بیشترش هم از محل درآمد خود شهرداری ها انجام میگیره، مثل مالیات های مختلفی که میگیرن، مثل فروش زمین هایی که دارن و مستغلاتی که دارن و همینطور از محل دریافت پولی که از حکومت میگیرن. بنابراین این خواست شورای مدیریت گذار خواست کاملا منطقی و ضروری است و دیگه در دنیای مدرن امروز همینجور که آقای شایدمدار به درستی گفتن حتی حکومت‌های غیر دموکرات هم مجبورن تا حدودی به این موضوع تن بدن. بنابراین در این بند، مورد این بند، من کاملا با ایشون موافقم و هیچ نقدی بر اون وارد نمی‌دارم. آخرین نکته‌ای که در سند اومده و اون مسئله به نظر اساسیه اینه که گفته شده تصمیم گیری درباره مناسب ترین شکل ساختار سیاسی در این زمینه اون رو به عهده مجلس مؤسسان قرار میدیم. خب اگر منظور از شکل ساختار سیاسی یکی از اشکال حکومت، مثلا حکومت تک مرکزی است، یعنی یک دولت با وزراش برای تمام کشور، و یا شکلی از حکومت فدرال و یا کنفدراله، اون وقت ما میتونیم با نگاه کوتاه به تجربه جهانی دریابیم که انجام این کار در مدتی کوتاه، مثلا در یک مدت 2 ساله، یکی 2 ساله برای که مجلس مؤسسان وجود داره، کاریست شتاب زده، نسنجیده و غیر ضروری. میدونیم که امروزه دیگه تقریبا کشور کنفدرالی وجود نداره، بنابراین این مسئله حله، چون بعد از جدایی هرزگوین و بوسنی دیگه اون و همینطور حرکت اتحادیه اروپا از شکل کنفدرال به سمت فدرالیست، در واقع دیگه کنفدرال، حکومت کنفدرال میشه که وجود نداره. اما با نگاه کوتاه به کشورهای فدرال میبینیم که نوع فدرالیسم یگانه نیست
و هر کدومش با یکی دیگه فرق داره. به تعداد میشه گفت، به جرأت میشه گفت به تعداد کشورهای فدرال شکل‌های مختلف اداره کشور وجود داره و هر کدومشون هم دلایل تاریخی و اجتماعی خاص خودشون دارن. مثلا شما اگر به آمریکا دقت کنید، به تاریخ آمریکا، میبینید که به خاطر اینکه مستعمرنشینان در ابتدا خودشون مستقل بودن، در واقع خودشون خودکفا بودن، خودشون اداره میکردن، تجربه کافی از اداره خودشون داشتن، تصمیم گرفتن که بعد از به اصطلاح انقلاب امریکا شکل فدرال رو برای خودشون انتخاب کنن. و تازه در این حالت هم قدرت رئیس جمهور بالاتر از قدرت هر یک از رؤسای ایالت، یعنی در امریکا رئیس جمهور قدرت خیلی زیادی داره، یعنی علیرغم اینکه امریکا کشور فدراله ولی بیشتر شبیه کشورهای تک مرکزی. در سوئیس کانتون ها بودن که ابتدا مستقل بودن همشون و حدود 100 سال طول کشید تا اینا به هر حال به کشور فدرال سوئیس امروزی تبدیل شدن. در پاکستان فدرالیسم با عجله سرمندی شد و نبود ساختار دموکراتیک منجر به اون شد که امروزه در پاکستان، به خصوص در بلوچستان پاکستان، گروه های مسلح تجزیه طلب وجود دارن. در بلژیک که همسایه هلنده، پس از مشکلات چند دهه اخیر سخن از شکل‌گیری یک فرم نسبتاً کنفدرال به جای فدراله. در آلمان دولتی که موجب قانون اساسی امپراتوری تأسیس شد دولتی فدرال بود و اتفاقاً برای تحقق دو تا هدف سیاسی به وجود اومد. یکیش ایجاد اتحادیه خاندانی در برابر لیبرالیسم و دموکراسی و دیگریش هم برای تثبیت قیادت و آقایی پروس بر سایر ایالات آلمان. به این مثال هم میتونه میشه اضافه کرد. اما اون چیزی به کشور ما مربوط میشه به نظر من اونه که تحولات در شکل اداره سیاسی کشور ما اگر بخواد مبتنی بر منافع همه ملت ایران انجام بشه، باید مسالمت‌آمیز، آهسته، همراه با مطالعات وسیع، دقت و پژوهش علمی صورت بگیره. ممکنه این کار یک دوره چند ده ساله به خودش اختصاص بده و نه در ظرف یکی دو سال به توسط عده‌ای محدود و بنابر مصالح سیاسی وقت، مثل اون چیزی که در پاکستان گفتم اتفاق افتاد. بنابراین این کار احتیاج به کار، مطالعه و پژوهش کافی داره. بنابراین اگر خواهانه گزار مسالمت‌آمیز به دموکراسی هستیم، باید فکر هر نوع عمل سریع شتاب زده و انقلابی را از سرمون بیرون کنیم. نه بروکراسی و نیروهای مسلح را منحل کنیم، نه دست به ترکیب تقسیمات کشوری و شهری و چیزی که فعلا موجوده بزنیم، بلکه این کار به عهده مجالس ملی آینده، مجالس دموکراتیک آینده و نسل‌های آینده بزنیم. ما بیش از اینکه ابزارهای گذار آرام به دموکراسی رو فراهم کنیم، وظیفه دیگه به نظر من نداریم. ما نمایندگان منتخب ملت نیستیم و نمیتونیم برای آینده کشور تصمیم گیری کنیم. همینجا از اینکه آقای شایدمداری روی اون خطی که در یک طرف کنفدرال و در طرف دیگر کشور حکومت متمرکز بود کشته بودن، خیلی خوشحالم که عدم تمرکز یا دی سنترالیزیشن رو انتخاب کردم و بنابراین این رو خوبه که با در اسناد بعدیشون به روشنی توضیح بدن همین سخنانی که موسی کردن که خواهان هیچ گذر به سمت چپ دیگه نخواهند بود، چون تا اینجایی کهشون اومدن کاملا درسته، یعنی این میتونه مورد قبول همه احاد ملت ایران قرار بگیره، ولی رفتنش مثلا یک قدم به سمت چپ این کار ساده‌ای نیست و این چیزی نیست که ما بخوایم در مجلس مؤسسان آینده همینجوری سرهم‌بندیش کنیم. این کارش بسیار خطرناکیه برای آیه استقرار دموکراسی ایران. و یک نکته دیگر هم میگم و تموم میکنم و اون اینه که امروز که تعریف فدرالیسم به قول پروفسور پاتریشیا پاپلی استاد دانشگاه و در بلژیک و متخصص فدرالیسم، دیگه اون تعریف‌های قدیم فدرالیسم در کاربردی نداره. امروزه رو همون خطی که جناب شهرت‌مداری کشیدن، دو انتهای فرضی، تمام کشورهای دنیا رو این خط حرکت می‌کنه. گرایش عمومی جهان از سمت چپ به سمت راست، به سمت اتحاد ملل مختلف، نه برعکسش.
البته با توجه به این که مسئله عدم تمرکز در یک جامعه دموکراتیک حتما در ذات دموکراسی خوابیده و امروز دموکراسی مدرن بدون عدم تمرکز وجود ندارن و بی‌معنی است، این مسئله کاملا درسته. من توضیح میدم، قبول میکنم توضیحات آقای شریعت‌مداری رو، فقط میخواستم بگم که بنابراین بحث سر اینه که این حرکت، این رفت آمد روی خط انجام میشه، چه بخوایم چه نخواهیم. برای دو کار ما میتونیم بکنیم، یا بگیم مثلا توی 6 ماهی که فرضاً مجلس مؤسسان تشکیل شده این کار حتما انجام بدیم که این بدون مطالعه است، به خاطر کشور ما کشور وسیعیه، هر گوشه‌ای از کشور ما ویژگی های خاص خودشو داره، احتیاج مطالعات بسیار با برنامه و پژوهش های عمیق داره، کاری نیست که چند تا روشنفکر بتونن در سرهم‌بندی کنن و هر تصمیم بگیرن در نهایت تصمیم عجولانه است و به زیان استقرار دموکراسی و وحدت ملی ما تمام خواهد شد. این کار را میتونیم ما بدون اینکه دست به چیز بزنیم بسپریم به مجالس ملی آینده. به هر حال متشکرم که تو این حد من اجازه دادیم که صحبت کنم. خیلی ممنونم آقای دانشور. به من ایراد گرفته شده که چرا من این همه وقت به شما میدم که صحبت بکنید و در حالی که من سختگیرم در مورد وقت دادن، خواستم بگم که آقای عرض کنم که دانشور مدتی بودش که میخواستن این مطالب رو با آقای شریعت‌مداری در میون بگذارن و در نتیجه من صلاح رو اینطور دیدم که عرض کنم همین امروز این کار بشه. آقای شریعت‌مداری پاسخی دارید یا برم به گوینده بعدی؟ بله، خب عرض به خدمتتون، در اغلب موارد در حقیقت محبت کردن و توضیح دادن چیزهایی رو که من شاید به عجله گفته بودم. دو سه نکته است که باید به ایشون یادآوری بکنم. یکی اینه که ایشون میگن که وقتی در یک بند بالاتر از حقوق بشر و دموکراسی که به عنوان مفاهیم عام گفته میشه، چرا در پایین از حقوق اتنیک گفته میشه؟ برای اینکه تبعیض‌ها مولود این مفاهیم عام و سیستمی که در این مفاهیم عام ساخته شده است. مگر در این کشورهای دموکراتیک بزرگ زنان وجود ندارند؟ مگر زنان بشر نیستند؟ مگر زنان درست در زمره و در شمول حقوق بشر نیستند؟ پس چرا این همه در مورد حقوق کلکتیو زنان یا کارگران؟ مگر اونها افراد جدا بافته ای هستند یا اتنیک؟ واقعیت اینه که شکل عام قوانین بدون در جاهایی که با منافع متضاد گره میخوره، جز اینکه تمهیدات خاصی برای ایجاد تعادل بین بخش‌های مختلف جامعه که منافع عینی خاصی و جدا از هم دارن ایجاد بشه نداره. خب بعضی منافع مادیه، بعضی ها تعلقات ذهنی و ترس هاست، هیچ فرقی نمی کنه. همون ترسی که جناب دانشور دارن که مبادا به عجله در مجلس مؤسسان بعدی تصمیم عجولانه ای گرفته بشه، که من خیلی این ترس رو می فهمم و احترام قائلم. درست نکته مقابلش رو هم کسانی دارن که در حاشیه زندگی می کنن و می ترسن که اگر مطرح نشه دوباره میخه آهنین استبدادی کوبیده بشه که در اون حقوق اونها رعایت نشه. هیچ کدوم دست ما نیست. روشنفکران قانون اساسی نخواهند نوشت فقط، و روشنفکران مجلس آینده رو اداره نخواهند کرد. نمایندگان مردم اداره خواهند کرد. نمایندگانی که با رأی آزاد انتخاب شدن و نشان دهنده تعادل واقعی اجتماع، اگر تصمیم گرفتن که فعلا به اندازه کافی مطالعه نداریم و به بعد واگذار میکنیم، همه ما باید بپذیریم. ولی اگر هم برخلاف میل من و شما تصمیم گرفتن یکی از فرمهای موجود و مثلا برای من جمهوری خواه سلطنت مشروطه تعیین کردن، یا گفتن من فدرالیست غیر قومی رو گفتن که نمیشه و ما فقط تا حدود عدم تمرکز رضایت میدیم، من باید بگم سمعم و طاعتا. من یک عضو این ملت بیکران هستم و نمایندگانم انتخاب شدن، هرچی که بگن من قبول میکنم و کوشش میکنم که اکثریت رو به نفع خودم بر فرصت آینده عوض کنم.
این دلخوره ها رو بخش های مختلف جامعه به حق به طرق گوناگون دارند. زن ها از این میترسن، یک موقعی همه در همه سازمان های سیاسی به بانوان گفته میشد که حرفای خودتون رو پیش نکشید، فعلا ما با دیکتاتوری داریم مبارزه میکنیم، شما مخل این قضیه اید وقتی میایید خواسته های کوچک به زعم اونها کوچک و سمفی خودتون رو پیش میکشید. بعد تجربیات بسیار بدی شد و نشون داده شد که خود اونهایی که این حرفا رو میزدن بزرگترین ناقضان حقوق زنان در این سازمان ها بودن. تجربه نشون داد که هر کسی حق داره تا نهایتی که میتواند خواسته دموکراتیک خودش رو از طریق مسالمت، تأکید میکنم از طریق مسالمت، سعی کنه قانونی کنه و اکثریت رو به سمت خودش جلب کنه. ما را جز این راهی نیست. با دلخوره هامون که قابل فهمه باید زندگی کنیم و باید سعی کنیم که ایران همیشه سربلند و بارور و پاینده بماند. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. آقای مهدی مفخمی بفرمایید. درود بر مهستان و درود بر آقای شریعت مداری و آقای نوری‌علا. من صحبت‌های آقای دانشور رو که به تفصیل پرسیدن خب دقت بهش کردم، ولی به هر حال منتظر بودم در صحبت‌های ایشون هم یه جوابی برای خودم ببینم که ندیدم. بنابراین این رو با آقای شریعت مداری با شما در میان می‌گذارم. شما فرمودید در شورای گذار همه نوع سیاست و ایده ها وجود دارد. حتی اشاره کردید از دولت متمرکز، از تمرکز خواهان، از عدم تمرکز خواهان، از جدایی طلبان و خودمختاری، حالا مثلا سیاسی یا هرچی، به هر حال همه نوع افرادی وجود دارد. طلبی بنده از نکردم آقای مفخم. نه این من نه. بله شاید من اینو بی خود چیز کردم که را نوشته بودم. ببینید من با اون اتفاقا اشکالی ندارم. من همه نوع افرادی رو که آرزوهای حالا چه خوب و چه بد در مورد محل زندگیشون دارم، به هر حال اشکالی نمیبینم که بیان در جمع و صحبتاشون رو بکنن که ما ببینیم که چه در سرشون هست. شاید بشود در حال با دلیل و برهان و نشون دادن راه بهتر توسط بزرگانی مثل شما درست بشه کارشون. من اتفاقا با اون مشکل زیادی ندارم. بعد مطلب دیگه ای که فرمودین، گفتین که حاکمیت واحد است و حکومت یک آژانس است مثل دولت. من یه چیزی شنیدم، باز امیدوارم اشتباه شنیده باشم، که گفتین که میتواند این دولت یا مثلا قوه مجریه در قسمت‌های مختلف کشور جداگانه تشکیل شود. حالا بعد اشاره کردن که پادشاهی، جمهوری و غیره. من یه خورده تو اینجا هنوز شک دارم که درست شنیدم یا نه. و سوال بعدی من این است که خب که اگر اون باشد بسیمونه که ملوک و طوایفی باشد، مثلا دو تا پادشاه، دو تا رئیس جمهور در کشور باشه. من این رو اینجوری نتیجه میگیرم که برای به نظر من راه صحیح این است که خب در قسمت‌های مختلف اسمی از رئیس جمهور یا پادشاه نداریم، مثلا استاندار یا شهرداری. خب درست است، ولی این رو من امیدوارم بد شنیده باشم. و سوال بعدی من این است که خب حاکمیت واحد است. سوال من این است که مسئول حاکمیت یا نظام کیست یا کیانند؟ که لابد مثلا دولت مرکزی است دیگه احتمالا. و بعد گفتیم که عدم تمرکز، راجع به عدم تمرکز صحبت شد، فرمودین که سیاسی، اداری، مدیریت منظور، فرهنگی و غیره. و بعد حرفی که زدین این بود که خب این رو به هر حال جزئیاتش رو در مجلس مؤسسان تعیین خواهند کرد. من به خصوص در مورد این سیاسی به نظرم میرسه یا واقعا به دقت تعریف بفرمایید این رو در شورای گذار که منظور سیاسی چیه. من زیاد با مدیریت و فرهنگیش کاری ندارم. در مورد سیاسی یا دقت توضیح بدید این رو به آینده نگذارید،
یا اینکه این مسئله رو حذف کنید، چون این خیلی مشکل ایجاد کرده است بین گروهی. همین، خیلی متشکرم. آیا شریعت مداری پاسخی دارید؟ بله، یک قسمت رو ایشون فکر میکنم درست عنایت نفرمودن. ببینید، این بود متن قضیه، که حاکمیت واحده. حکومت ها میتونن در سراسر کشور فرمشون یا سلطنت باشه یا جمهوری باشه یا فدرال باشه یا سلطنت مطلقه باشه یا سلطنت مشروطه باشه یا جمهوری نمایندگان باشه یا جمهوری ریاستی باشه، در سراسر کشور. هیچ جا گفته نشد که در هر گوشه یکی از اینا. این اشتباه. در مورد واگذاری سیاسی رو هیچ جمعی نمیتونه تعیین بکنه، به خاطر اینکه حاصل تعادل قوا در یک برش به خصوص زمانه. اینکه اختیارات محلی چقدر خواهد بود، از یک طرف یک مطالعه دقیق، همونطور که آقای دانشور میگن، میخواد. هر کشور هیچ نسخه واحدی تو هیچ جای دنیا وجود نداره. چیزایی هم که من گفتم بسیار تقریبیه، در هر جای دنیا مخلوطی از اینها در حقیقت نظام سیاسی رو ساخته، نه به این شسته رفتگی که گفته شد. اختیارات سیاسی معمولا تو دیولوشن که مسئله ماست، اختیارات سیاسی مال شهرداری هاست، همونطور که آقای دانشور گفتن. شهرداری ها منتخب مردم هست، امور شهر رو اداره میکنن، پارلمان محلی دارن، قوه قضایی محلی دارن. میشه در اینا بحثه که آیا قوه قضایی محلی باید داشت یا نه، پارلمان محلی در چه حدی باید داشت. ولی در اینکه شهردار، ما از سال 1335 قانون شهرداری ها رو داریم. از بد به مشروطه انجمنهای ایالتی و ولایتی رو داریم، ولی حتی یک انجمن ایالتی و ولایتی مستقل تشکیل نشده. شاه هم در سال 42 تغییر قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی رو، با وجود اینکه ایران درش ایالت و ولایت نبود و استان بود، به تصویب مجلس رسوند. و همون اختلاف معروف که با روحانیت داشت بر سر دو بند اون، ما نه یک انجمن ایالتی و ولایتی مستقل از سطح مشروطه تا کنون داریم، به استثنای انجمن تبریز و چند انجمن دیگه که منحل شدن و قلع و قمع شدن، و نه یک شهردار مستقل داریم. اون چی که از دیولوشن به معنی دسنترالیزیشن، یعنی واگذاری مسئولیت ها که مرز بین رفرم سیاسی و رفرم اداری مستفاده، داشتن شهردار مستقل. به این حد اگر دوستان راضی میشن، و همچنین انجمنهای ایالتی و ولایتی که در مشروطه قوانین مشروعی براش نوشته شده و میشه دوباره احیایش کرد. اگر همینها رو دوستان تمرکزگرای ما بپذیرن، بچه مشترکیست که باشون میشه صحبت. خیلی ممنونم. از کنم اگر به من اجازه بدید یک دخالتی هم من در این بحث بکنم و عرض بکنم که، یعنی دو نکته رو یادآور بشم. اول این بلاییه که کسانی بر سر مفاهیم سیاسی در جمع اپوزیسیون آوردن. همونطور که آقای شریعت مداری توضیح دادن، ما یه کنفدراسیون داریم، یه فدراسیون داریم. کنفدراسیون یعنی کشورهای مستقلی بیایند با هم اعتراف کنن، یک مجموعه درست کنن، مثل کنفدراسیون از کنم به اروپا که اسمش هست اتحادیه اروپا، و اونها مطابق قراری که با هم دیگه میذارن، هر وقت هم که دلشون بخواد میتونن از هم جدا بشن، همون گونه که مثلا انگلستان از مجموعه اروپا رفتش بیرون. اما یه فدراسیون داریم. فدراسیون اصلا به معنی این نیستش که یک تکه هایی از همدیگه قبلا جدا بودن بعد حالا به هم وصل شدن و حالا میتونن از هم جدا شن. فدراسیون در واقع یک ساختاری است که تمام کشورهای پیشرفته جهان اون رو دارن، و معناش هم
همان است که عرض کنم که در لفظ عدم تمرکز و به اعتقاد من سیستم خودگردانی مناطق مختلف کشور نهفته هستش. اگر که ما بریم دنبال اینکه حق تعیین سرنوشت و حق خود مختاری داشته باشیم، اون وقت معنیش اینه که ما مختاریم هر وقت دلمون خواست بریم از این مجموعه بیرون. اما خودگردانی یک مفهوم انسانی و امروزی و پیشرفته است. در این حال به عنوان یک کارمند قدیمی سازمان برنامه خدمتون عرض میکنم که نه تنها از زمان انقلاب مشروطه همیشه این توجه وجود داشت که یک طوری مسئله سیستم عدم تمرکز در ایران برقرار بشه، حتی در دوران مصدق هم ما میدونیم که یک همچین قانونی به مجلس رفت، در 15 خرداد هم قرار بودش که یه همچین جریانی پیش بیاد که نیامد، و در انتها هم در 2 سال آخر رژیم قبلی در سازمان برنامه ما اساساً یک مدیریت جدیدی به وجود آمد به نام مدیریت آمایش سرزمین، به این معنی که تقسیمات کشوری بر اساس management of land صورت بگیره و نه بر اساس قومیت و زبان و فرهنگ و غیره، و در این حال یک اداره کل برنامه‌ریزی منطقه‌ای هم در همین زمینه به وجود آمده بود. بنابراین هیچگاه در دوران رژیم پهلوی ما با خود مفهوم خودگردانی مشکلی نداشتیم، مشکل اجرا کردن اون بود، و به خصوص بعد از رفتن رضا شاه مسئله این که یک خطری به نام جدایی و تجزیه در ایران وجود داره. بنابراین هیچ کدوم این مطالب رو به نظر من نباید در مقابل عدم تمرکز و حق خودگردانی مناطق کشور قرار داد، بلکه اینها همه معید یک پارچگی کشور و ملت خواهند بود و جلوی تبعیض‌های ناشی از تمرکز رو خواهند گرفت. خانم قیاسمند اگر پرسشی هست بفرمایید. خیلی ممنونم، مرسی. اول خدمت شما عرض کنم که از اصطلاحی که به کار بردم با توجه به اینکه آقای دانشور عزیز تکرار کردن خواستم اولا عذرخواهی کنم و این رو بگم که من منظورم به هیچ عنوان طعنه زدن نبود و منظورم در واقع جز به جز توضیح دادن و روشن کردن موضوع بود و همطور که گفتم به هیچ عنوان منظورم کنایه زدن نبود. عذرخواهی میکنم از اینکه از این واژه به کار استفاده کردم، هم از شما هم از سایر بینندگان. و آقای شهرام شبخیز از سندیگو نوشتن سلام بر شما، از اینکه برای اولین بار با یک برنامه بیرودربایستی و بیتاروف سیاسی روبرو شدم از شادی در پوست خود نمی گنجم. می دانم که مهستان از روز نخست کار خود را بر مبنای آشکارگویی و شفافیت آغاز کرده، اما امروز لازم است هم از آقای مهندس شریعت مداری تشکر کنم که در این گفتگو شرکت کردند و هم از آقای نوریالا و شورای مدیریت مهستان که دست به این اقدام زدند. باور کنید که مردم ایران تشنه حقیقت و واقعیت هستند. ضربه‌ای که خمینی با اعلام اینکه خودعه کردم به اعتقاد مردم ایران زد بسیار مهلک بود و شما باید برای بازگشت اعتماد به دل و ذهن این مردم بسیار کوشش کنید. پرسش همان است که شورا کی صاحب برنامه‌های مستقل خود خواهد شد و فرمت برنامه‌هایش چیست؟ خیلی ممنون. لابد منظور برنامه‌های رادیو تلویزیون چیه؟ بله، بفهمید های شهرت مدیر. والا جناب نوریالا با تشکر از این بیننده محترم، متاسفانه منم نمیدونم اگر منظور، اصلا نفهمیدم که شورای مهستانه یا شورای گذار. اگر شورای گذاره، ما برنامه های مستقلمون رو داریم، برنامه تلویزیون ما هم به زودی امیدوارم که با همکاری دوستانی که اینجا هم هستن راه خواهد افتاد و ما رو هفته 1 ساعت خواهید دید. اگر هم برنامه های اجرایی دیگه است، ما کارگروه هامون بیش از 2500 ساعت سابقه کار تخصصی دارن و مجموعه بسیار ارزشمندی از چیزهایی که
هم در سطح عملیاتی و هم در سطح برنامه ریزی آینده است در شورای گذار تهیه شده و به کار مملکت خواهد آمد به عنوان پیشنهادات کارشناسی شده و دقیق شورا به ملت ایران. خیلی ممنون. آقای نارمکی بفرمایید. خیلی ممنون. با درود به همه بینندگان، مخاطبان و به ویژه جناب شهید مدری. من اول این مطلب رو بگم، این برنامه من فکر میکنم یکی از بهترین برنامه و غنی‌ترین برنامه های ما بوده باشه. اونچه که شما گفتید، من نظرم این هست که اتفاقا آگاهی شهروندان رو در مجموعه صحبت هایی که شما کردید به حقوقشون بالا میبره، چون این احساس من بود، یعنی من حس کردم بعد از صحبت هایی که کردید من بیشتر آگاه شدم به حقوق شهروندی که باید داشته باشم یا میتونستم داشته باشم و از کف رفته و این حوزه مطالعاتی. صحبت هایی که باید بشه، خب شما کردید، دوستان هم صحبت هایی کردن. من اینجا نگرانی اون چیزی که فکر میکنم ریشه عامل این بحث هاست و اون یک نگرانی اون رو میخوام مطرح بکنم. و برای این اگر به من اجازه بدن یک سفر رو من میخوام اینجا شیر بکنم. خانم قیاسان، آیا من اجازه دارم یک سفر رو اینجا شیر بکنم؟ معلومه که اجازه آقای دکتر نوری‌علا باید بگم، برای که ایشون مدیر نشست هستن. جناب نوری‌علا، من یک صفحه رو میخوام یک لحظه برای بیننده‌ها شیر بکنم، شما ببینید. اصلاً با همینطور به هم دیگه باید حواله بدیم. آقای دارابی مسئول فنی اتاق هستن، ایشون باید اجازه بده. انجام شد قربان. بفرمایید آقای. ممنونم. متشکرم. ببینید این صفحه رو اینجا نوشته جاوید دهقان زندانی بلوچ اعدام شد. من همین رو فقط میخواستم نشون بدم. این رو بخش فارسی بی بی سی نوشته. به هیچ عنوان موضوع بحث من تجزیه تحلیل کردن از بی بی سی فارسی نیست، اما ربط این نشون دادن این چی هست. در کشور که من هستم که تو بریتانیاست و همین بی بی سی بخش انگلیسی هم داره، اگر کسانی مجرم باشن نمی نویسن که 5 مجرم اسکاتیش یا 5 مجرم ولشی یا 5 مجرم آیریش دستگیر شدن. نه تنها نمی نویسن، احتمالاً اگر چنین اتفاقی بیفته من حدس می زنم همانند جرم و اینها رو اون نویسنده خبر رو بیرون خواهند کرد، چرا که عطف کردن به موضوعی به غیر از شهروندی افراد، مثل اینکه 3 مجرم که مسلمان شیعه یا مسلمان سنی بودن دختران رو میدوزیدن و فلان میکردن، هیچ چنین چیزی شما بهتر از من میدونید تو کشور مدرن حداقل اتفاق نمیفته. اما این نگرانی که من از این مثال خواستم استفاده کنم، شاید آقای شریعت مداری هر آنچه که بین رابطه مهستان و شورای مدیریت گذار و غیر و غیره بود، من فهم میکنم به بهترین وجه خود آقای نوری‌علا در این زمینه توضیح دادن، از جایگاه ما، از هر اونچه که نیاز بود دیگه، من اونها رو نمیخوام تکرار کنم. نگرانی یک موضوع بوده، تعریف هویت. از زمانی که این صدا پیدا میشه که من بجز شهروند بودن یک هویت دیگری هم دارم که میتونم این رو بگم، هیچ ایرادی هم نداره، همه هم باید به من احترام بذارن و این رو حالا بگیم به رسمیت میشناسن یا هر جور دیگه، این هیچ ایرادی نداره. ولی اونجایی که من به نظر اومد که این نظر میتونه اشتباه باشه، من فقط خواستم نگرانی رو برای شما یک بار دیگه توضیح داده باشم تا اگر اصلاحی هست شما خود بفرمایید. از اونجایی که من خواستم بر مبنای چیزی به غیر از شهروندی هویت خودم رو تعریف بکنم، اون وقت داستان و شک شروع میشه. بر چارچوب و آمایش و آمار، هر نوع عدم تمرکز من فکر میکنم هیچ عقل سلیم مدرنی امروز باهاش مخالفت نخواهد کرد که ما در یک استان قرار داریم، اسم اون استان آذربایجان غربی، در بانم، بوکانم، سردشتم یا مریوانم، بر اساس آمایش و آمار و منابع و هر اونچه که تقسیم عدم تمرکزی این موارد و چانه‌زنی های مربوط به اونه، همه اون توضیحاتی بود که شما دادید و من خیلی یاد گرفتم. اما اونجایی که گفتم
ما مسلمونا نمیخوایم توی از سینما باشه. شما یه با من مشکل پیدا میکنی. چون من دارم هویتم رو بر مبنای اسلام تعریف میکنم، ولی نتیجه تعریف هویتی من بر اساس مسلمان بودن یه چیز خروجی هم داره و اون خروجی میدانیه. حالا این خروجی میدانی میاد میگه چون ما مسلمونیم توی است، ما نمیخوایم اینجا سینما وجود داشته باشه، نه به دلیل که شهروندیم. اینجاست که حتما فکر میکنم شما هم با من مشترکید که اون وقت ما از فضای سکولار خارج شدیم. فرقی نمیکنه اگر من بگم چون ما کرد هستیم فلان چیز باید بشه یا نشه، چون ما تهرانی هستیم یا نمیدونم بلوچ هستیم فلان قضیه باید بشه یا نشه. من خلاصش میکنم، من فقط خواستم نگرانی بگم. ما بقیه صحبت ها رو شما مفید کردید، دوستان هم نظراتی داشتن دادن. همه نگرانی از تعریف خود به عنوان چیزی بجز شهروندی کمتر از اون یا افسون بر اون هر چیز دیگری بوده. من فقط خواستم این رو یک بار دیگه بگم. اگر شما فکر میکنید هیچ مشکلی تو این زمینه وجود نداشته که این همه شک به وجود میاد، خب بگید به ما. و اگر من حق دارم که این نگرانی رو به خاطر چند موردی که دوستان هم اشاره کردن و یا هویت طلبی که داره میگه این هویت من رو نه تنها باید شما به رسمیت بشناسید، بلکه بر هویت من شما باید حقوق سیاسی هم مترتب کنید. حقوق سیاسی مترتب کردن بر چیزی بجز شهروندی اون وقت میتونه دینی هم بشه و موارد دیگه، که من فکر نمی کنم شما هم تو این زمینه هیچ وقت موافقتی کرده باشید. این توضیح من بود. ممنونم. بله بفهمید جناب شهید مدیری. خب ببینید، اولا اصول دیگری وجود داره که حدود دخالت حقوق جمعی رو در سرنوشت حقوق شهروندی محدود میکنه. مثلا راجع به مذهب، جدایی نهاد دین از نهاد حکومت یا سکولاریسم وجود داره. در برابر اتنیک ها این وجود داره که هیچ حقوق کلکتیوی در شرایط عادی حقوق ایندیویدوال رو نمیتونه نقض کنه. یعنی اگر فردا بلوچ ها یک آذربایجانی در زابل رأی زیاد را آورد، بلوچ ها به این جرم که ایشون آذربایجانی نمیتونن از شهردار شدنش جلوگیری کنن رأی آورده، خدمت کرد. همچنین اگر یک کرد رفت تبریز و با وجود رقابتی که بین کردا و ترکا هست رأی آورد، هیچ کس نمیتونه مانعش بشه. اینجا در یک حکومت دموکراتیک مبتنی بر اصول لیبرال حق آزادی و حق فردی بر حقوق جمعی تفوق داره. اما حقوق جمعی وجود دارد. شما به عنوان کارگران سندیکا تشکیل میدید. وقتی از شما میپرسن میگید من عضو سندیکای شرکت واحدم، نمیگید من شهروند تهرانم. عضو سندیکای شرکت واحد میگه یعنی هم شهروندم، هم یه حقوقی دارم به انضمام یه عده دیگری که بقیه شهروندا اونو ندارن، و اون حق اعتصابه اگه حقوق منو به اندازه کافی ندید. خوابوندن ماشیناست. ما نمیتونیم برخلاف دنیا حرکت کنیم، نگرانی های خودمونو باید مهار کنیم. اونها هم نگرانن که اگه هویتشون رو ازشون گرفتید داشتید چی نمیدید. شهروندی یه لفظیه که 100 سال تو ایران مد شده، ولی کرد و ترک و بلوچ تا تاریخ ایران بوده بودن. اینه که این نگرانی ها رو ما باید یکمی در خودمون تسکین بدیم و سعی کنیم با همدیگه شهروندان خوبی باشیم، در حدود قانون با همدیگه تسامح داشته باشیم. هویت مسئله مهم انسانه. هویت به قدری مهمه که وقتی عضو پرسپولیس شدی حاضری با استقلال رقابت کنی، پول خرج کنی که مبادا برنده بشه. اینه که به این سادگی نیست که از کنارش گذشت. فقط میشه در چارچوب یک دموکراسی لیبرال مفیدش کرد و مهارش کرد، منکرش نمیشه شد. مطمئن باشید که انکارش جز به عکس خودش تبدیل نخواهد. خیلی ممنونم.
خانم قسمت پرسشی هست؟ بله پرسش خیلی زیاد هست، هم از داخل ایران هم از خارج. داخل ایران یکی بخونه. داخل ایران همین الان یک دوستی داشتن می نوشتند که اجازه بدید من از اینجا بخونم که همش سرم توی گوشی موبایل نباشه، اگه بتونم پیداش کنم ببخشید. یه ذره دیگه انقدر پیام ها زیاد هست که من یه ذره گیج شدم، از همینجا می خونمش. با سلام خدمت شما بزرگواران، این رو آقای رضا سین از ایران نوشتند. تا جایی که من در نوشتارها و سوابق شما دیدم، اگر بخواهیم به زبان ساده بخواهم به زبان ساده بیان کنم، اینکه شما در مدیریت گذار میگویید ما میخواهیم از یک خانه با مشکلات فراوان خارج شویم، از یک کوچه سرد و تاریک و بسیار خطرناک در پرانتز انقلاب بگذریم و به خانه امن و مرفه و آباد با شرایط مورد نظر برسیم، بسیار هم عالی. اما من نتوانستم راهکاری عملی و تضمین شده برای گذار از این کوچه که در توسط شما ارائه شده باشد بیابم. تنها چیزی که کاملا مشخص است اینکه شما همواره میگویید در خانه بعدی چنین و چنان خواهد بود، اما اینکه چگونه به آن خانه خواهیم رسید جای سوال دارد. و بعد هم نوشتن میخواهم ببینم آیا امکان حضور در مکالمات کنونی آینده برای من وجود دارد. البته این رو فکر میکنم از مهستان پرسیده این سوال دومو، و پرسیدم کدام برنامه، منظورشون رو نوشتن که موضوع کلام امروز چیز دیگه هست، ولی اگر روز دیگری برنامه‌ای با موضوع مورد نظر داشته باشید اون روز برنامه ریزی کنیم تا من نظراتم رو به سمع آقایون و شنوندگان برسانم. اینکه دوستان ما از ایران چگونه میتونن به صورت زنده همراه ما باشن سوالشون از شما بود، و پرسش اول از آقای شریعت مداری گرامی. ممنونم. بله، حالا اگر که خب میتونستن سوالاتشون رو کتبی هم بنویسن، ولی اگر که خواستن که به طور زنده در جلسه شرکت داشته باشن باید با ما تماس بگیرن که ترتیب این کار رو بدیم. ولی قسمت اولش که مربوط به کوچه و چگونه رفتن از کوچه بود رو آقای شریعت مداری اگر خواستن توضیح. بله، جواب این شعر مرحوم شجریانه که همراهش و عزیزه، یعنی از این کوچه بدون همراهی شما جز با سر شکسته نمیشه رد شد، و اگر میخواهید که سر بنده و شما و دیگران نشکند باید همراه بشید، اون وقت به قول نیما خود راه بگویدت که چون باید رفت. اول همراه بشید. آقای یزدان شهدایی در جلسه قبل به عنوان دبیر تشکیلات شورا به اندازه کافی راجع به این موضوع صحبت کردم، و ما تظاهرات و اعتصابات سراسری رو راه گذار از این کوچه می‌دانیم، ولی نمیشه در خونه نشست و دیگران رو تشویق کرد. واقعا هممون باید در داخل و خارج نهایت کوشش رو بکنیم که این مهم عملی بشه. شرح و جزئیات اون رو هر موقع که آماده شدید یک گروه برای حمایت از شورای گذار تشکیل بدید و با ما تماس بگیرید، تفصیلات اونو بهتون خواهیم گفت. بله خیلی ممنون. من اجازه دارم یک پیام دیگه هم از حتماً بازم همین خواهش کنم که میگین زیاده. حتما. آقای مصطفی از تبریز نوشتند سلامی چوبوی خوش آشنایی، آن هم از تبریزی که فرزندان خودش را خیلی دوست دارد، به خصوص وقتی که ببیند آنها اول خود را ایرانی میدانند بعد آذربایجانی و تبریزی. من واقعا دلم برای بعضی از اقوام که در جمهوری آذربایجان کنونی و اران قبلی زندگی می‌کنند می‌سوزد که نمی‌توانند خودشان را ایرانی معرفی کنند، هرچند که آنها هم دلشان برای ما می‌سوزد که گیر حکومت اسلامی افتاده ایم. به هر حال خوشحالیم که آیت الله شریعت مداری که با ولایت فقیه و حکومت آخوند مخالف بود هم از تبریز است. بنده 3 سال بالایی دارم. بچه که بودم پیشوری حکومت خودمختار آذربایجان را به راه انداخت و به یاد دارم که دل پدر و مادرم چقدر درد می کرد که قرار است آذربایجان از ایران جدا شود. خلاصه خواستم عرض کنم که من
خواستم عرض کنم که برای ما اول ایرانی بودن مهم است. حالا من ترکی حرف میزنم یا رفیقم عربی، هیچ توفیری نمی کند. ما به هم که میرسیم فارسی حرف میزنیم و با این وسیله هموطن هستیم. خواستم از همشهری خودم جناب شریعت مداری تشکر کنم که این توهم تجزیه طلبی رو از بیخ و بن برکندند. خیلی ممنون. مرسی. آقای شریعت مداری، به این دوست ما که هر هفته برامون پیام میفرسته پاسخی دارید؟ سلامی چو بوی خوش آشنایی، چه پاسخی جز این که از سویدای قلبم به ایشون واقعا تبریک بگم که یک چنین انسان روشنی هستند و میدونن که ایرانی بودن با آذربایجانی بودن نه تنها منافاتی نداره، سر این گربه آذربایجانه و بارها در حفظ ایران نهایت کوشش خود رو کرده. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. آقای محمود ابتهی از داخل مصر، بفرمایید. ممنون از شما دکتر. درود به جناب شریعت مداری و خوش آمد به ایشون. عرض کنم من اون چه که میخواستم بپرسم نگرانی بود که آقای نارمکی هم مطرح کردن، ولی درک خودم رو فقط برای اینکه وقت بیشتر نگیرم به زبون خیلی ساده میگم، اینکه در این سیستم نامتمرکزی که مد نظر شورای مدیریت گذار هست قرار نیست پست ها چه در سطح پست های سیاسی، چه در سطح ملی، چه در سطح منطقه‌ای بین اقوام تقسیم بشه، بین اتنیک های خاصی تقسیم بشه. هر کس در واقع بر پایه شهروند بودنش میتونه خودش رو نماینده بکنه، برای در واقع خودش معرض انتخاب شدن قرار بده. از سوی دیگه هر انتخابی رای دهندگان رو داره که رای دهندگان در واقع بر پایه وجدانیات خودشون رای میدن و اون بر پایه وجدانیات خودشون میتونه هر چیزی باشه. کسی مثلا فرض کنید برای شهری که من زندگی میکنم کاندیدا میشه برای اینکه بخواد شهردار بشه، امکان داره من به خاطر مثلا تخصصش بهش رای بدم، کسی دیگری به خاطر وابستگی حزبی بهش رای بده، یک کسی دیگری به خاطر وابستگی اتنیکی. مهم اینه که این گروه ها بتونن اینترست گروپ هایی رو داشته باشن که نمایندگیشون بکنه، گروه هایی باشن بتونن متشکل باشن که نمایندگی بکنن این خواست ها رو. یعنی اینکه اگر کسی کاندیدا میشه برای به فرض استاندار یک استان بشه در یک سیستم نامتمرکز، میتونه هر شهروند ایران از هر جایی باشه، ولی ممکنه بیشتر رای دهندگان بر پایه اتنیسیتیشون رای بدن و این دیگه خواست خودشونه و وجدانیت خودشونه. امیدوارم درست متوجه شده باشم اگر که جناب شریعت مداری بفرمان. و در مقابل صحبتی که آقای دانشور فرمودن که جهان داره به سمت ساختن اتحادیه‌های منطقه‌ای و کانتیننتال بزرگتر میره، موافق هستم با ایشون، ولی فکر نمی‌کنم تناقضی داشته باشه با دیسنترالایز کردن کشورها، مخصوصا اینکه این سیستم دیولوشنی که جناب شریعت مداری فرمودن دست کم به صورت دو جور هنوز یونیتری به حساب میاد. ممنونم از شما. بفرمایید شریعت مداری. بله خیلی خوب شرح دادن دوست عزیزمون. فقط این رو من اضافه کنم که ببینید هدف عدم تمرکز گود گاورن، حکمرانی خوبه. مستقیما حل مسئله اتنیک یا آیدنتیتی نیست، ولی تجربه نشون میده که هر جا عدم تمرکز پیش رفته تنش‌های قومی هم کم شد. برای اینکه بخشی از تنش‌های قومی اگر هویتی است، بخش دیگرش ناظر بر تبعیض‌های دیگری مثل عدم سرمایه‌گذاری کافی، مثل نداشتن بهداشت، نداشتن آموزش، نداشتن قوه قضایی خوب و از این قبیل. وقتی شما سرویس رو بالا ببرید، تبعیض رو کم کنید، این عوامل مهم رو، زبان رو آزاد کنید، مذهب رو آزاد کنید، نیایید در یک شهر مثلا مثل سنندج شیعه دو آتشه رو استاندار بکنید با فرمایش اونم، نه اینکه مردم بپسندن و انتخابش بکنید. خب معلومه تنشا کم میشه. اینه که مستقیما هدف حرفایی که زدیم اصلا مسئله اتنیک نیست، ولی همه تجربیات بین المللی که در همه اسنادی که من بهش اشاره کردم نوشته، اثر بسیار قاطعی در
کم کردن تنش‌های قومی و تنش‌های مذهبی داد. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. خانم قیاسفند می‌فرمایید که سوال زیاده از بیرون، بفرمایید دو تاشو بخونید که. چشم، حتما. آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن نوشتند بسیار برنامه مفیدی است و می‌تواند به ارتقاء مقام شورا کمک کند. پرسش من آن است که چرا شورا دنبال جذب عضو است؟ سیاهی لشکر به چه کار می‌آید؟ می‌فهمید شاید من. بله، ببینید ما دنبال جذب اعضایی هستیم که یا به قدمی یا به قلمی یا به درمی یا به تخصصی یار شاطر باشن، نه بار خاطر. دنبال سیاهی لشکر نیستیم. اینو درست تشخیص دادید. بالاخره باید یک هنری داشته باشه و کمک ما بکن. خیلی ممنون. بله خیلی متشکرم. یک سوال دیگه هم بفرمایید خانم قیس. بله، آقای مسعود قفرانی ها از فیسبوک نوشتند، در فیسبوک نوشتند مسئله حکومت غیر متمرکز چه ارتباطی با شورای گذار دارد؟ این مسئله پس از سرنگونی و رأی مردم انتخاب می شود. جناب شریعت مداری نازنین، چرا دست به یک حرکت محسوس در داخل ایران نمی زنید؟ شما طرفداران زیادی دارید اما دست روی دست گذاشته و به فرعیات می پردازید. ممنونم. این آقای مسئول قفرانی هم داره متخصص قر زدن میشه. ولی خب اگر که پاسخی دارید بفرمایید. خب پاسخ من به همون دوست اولمونم همین بود. تشریف بیارن، با ما تماس بگیرن، بگن که کجای بار رو حاضرن بگیرن. از اون دوستان فراوانی که بناست که بنده رو حمایت کنم و من حرکت های بزرگی کنم، یکم خود شما بگید چه کار حاضرید بکنید تا دست جمعی انجام بدید. بله، عرض کنم که نفر بعدی از داخل مهستان آیتا نارمکی، شما بار دوم تو اجازه بدید اول آقای مهدی شهابی صحبت بکنن بعد نوبت شما. بفرمایید شهابی. درود فراوان به آقای شریعت مداری، تشکر از اینکه در این جلسه شرکت کردید و به نظر من به خیلی از سوالای که باعث کج فهمی میشد جواب دادید و خوشبختانه به نظر میاد این بار آقای حسن دانشورم به خوبی صحبتهای شما رو بیشتر درک کردن، سوالاشون کمتر شد که چقدر خوبه. من بازم بعد از تشکر میخواستم یک اشاره کنم به صحبتهای جناب نارمکی. ببینید چرا مسئله زنان توی به طور کلی این جنبش‌های ایرانی خیلی مطرح میشه، مخصوصا در این شورای مدیریت گذار. حق برابری زن و مرد از در هر جنبه ایش. پس چرا فقط پس این خانوم‌ها که شهروند هستن چرا اضافه تر میخوان؟ برای اینکه بهشون تبعیض شده. چون تبعیض شده باید این شاخص قرار بگیره، باید گفته بشه، باید توی قانون اساسی یا هر چیزی دیگه ای گنجانده بشه، باید به خواسته های عمومی تبدیل بشه برابری زن و مرد. و اینه که زن میتونه در هر شغلی از حکومت شرکت کنه. منظور اینه که رفع تبعیض بشه از زنا، ولی شهروند هستن، چرا بیشتر میخوان؟ برای اینکه تبعیض شده. حالا برمیگردیم به اسلام. ببینید چرا سنی ها حق بیشتری حق میخوان، حق خواهی میکنن؟ مگه شهروند نیستن؟ چرا هستن، ولی که اینکه شهروند درجه دومن. سنی ها در تهران 15-16 میلیونی یه دونه مسجد اجازه ندارن داشته باشن، پس به شدت زیر سلطه هستن، زیر فشار هستن، تبعیض درشون رعایت میشه. بعد برمیگردیم به زبون بلوچی، زبون کردی. اینا اونا که اون ناحیه ها زندگی میکنن. ببینید من حتی دوره شاه اون طرف کردستان سپاه دانش بودم،
میدیدم که شهرها و دهاتای کردستان چقدر در سطح پایینی، نبگم فقر همه جا هست، قرار دارن. توجه انقدر بهشون نمیشد، الان که دیگه به عنوان دشمن بهشون نگاه میکنن. پس حق دارن که بعد از شهروند بودن، نیمچه شهروند بودن یا درجه دوم بودن، تقاضای حق بیشتری بکنن، تقاضای به رسمیت شناختن مذهبشون و زبونشون بشن. یعنی باید اینا دستاشون رو بالا ببرن بیشتر، برای اینکه سخت سلطه هستن، برای اینکه حکومت هیچ نوع سرمایه گذاری این مناطق نمیکنه، به عنوان دشمن بهشون نگاه میکنه. پس حق دارن الان که گلمند بیشتری باشن، خواستار بیشتری باشن، با من شما فرق بکنن، خواسته هاشون بالاتر بره. این پس حق باید بدین در این مورد، باید به اینا به حق داد. بعد یک تنها سوالی که من خودم از جناب شریعت مداری دارم اینه که چرا در نوشته های شما گفته شده تدریس به زبان مادری در کنار فارسی. وقتی بگیم به زبان مادری، این اشکال میتونه به وجود بیاد که مثلا تمام فیزیک و شیمی، تمام کتابای علمی باید بره به ترجمه بشه، آیا درست ترجمه بشه، به زبان بلوچی بشه، به زبان کردی بشه، به زبانهای دیگر بشه. خب این خیلی وقت میبره و خیلی انرژی از ایران، از کشور گرفته میشه. نمیتونست گفته بشه که تدریس زبان مادری، نه به زبان مادری، یعنی زبان مادری. اینم میتونست، اینم یعنی منظور تو مدرسه ها به بچه ها تا یک سنونی زبون خودشون هم تدریس میشد، این هیچ اشکالی نداره. ولی وقتی به زبان مادری گفته بشه، به نظر من خیلی درد سر ساز خواهد بود. مرسی. میفرمایید شما عزیز. بله، خب دوست عزیز، جواب اینو بارها دادیم. اولا اشکالات تکنیکی که میگید بستگی داره به توان و قدرت مالی هر کشور، در اینکه ارزش داره. مسلما زبان انسانی ارزش داره و باید براش همه کاری کرد، اما اینکه کدام دولت این رو میتونه، کدوم مملکت میتونه، کدوم مملکت نمیتونه، خب این بستگی به وضعیت ما، اقتصاد ما و امکانات ما داره حدش. کشورهای زیادی هستن که آموزششون مولتی دیسیپلیناره، به زبانهای مختلفه و این امکانات رو فراهم کردن، خیلی هم نتایج درخشان بوده. شما از اون که در ایران هست شاید یکمی غافلید. در آذربایجانی که این حکومت به شدت مواظبه، هم اکنون که با شما صحبت میکنم، هیچ معلمی نیست که هیچ درسی رو به زبان فارسی بده. فیزیک و شیمی و همه چیزها رو داوطلبانه به زبان ترکی میدن. برید بپرسید از اونایی که تو آذربایجان. و در آینده هم این طور خواهد بود. زبان دیگه اون زبان محلی نیست. این مردم که در آذربایجانن یا در کردستانن، در دنیای جهانی شده تلویزیون ها رو روشن میکنن، فاخرترین مطالب رو تلویزیون همسایه میگه، بهترین فیلم ها رو نشون میده، درس های کمکی رو برای کمک به محصلین خودش اونجا میده و اینا میبینن همه اینا امکان داره. حتی اکثر اینه که ما باید کار کارشناسی بکنیم و پیشنهاد خودمون رو مبتنی بر امکانات و پریوریتی ها، اولویت های خودمون یک پیشنهاد بدیم. در این که هر زبانی یک موجود زنده است و هر چه خرجش کنی کم خرج کردی، من هیچ شکی ندارم. یونسکو خرج فراوانی میکنه که این زبان ها و لهجه های دنیا رو زنده نگه داره. اون با شما میترسید که ما وقت بگذاریم و مثلا فیزیک به زبان بلوچی بنویسیم؟ هرگز. ما اگر فیزیک به زبان بلوچی بنویسیم، همه بلوچستان و کردستان رو هم مورد خودمون خواهیم کرد، پاکستان رو، و کلی
قدرت نرم ما در همسایگان ما هم زیاد خواهد شد. خیلی ممنون. بله. این آقای بارانباغ در یوتیوب نوشته که کاش میشد زنگ بزنیم سوال کنیم. کسی جلو شما رو نگرفته که هم شماره تلفن ما مشخصه، هم میتونید زنگ بزنید سوال بکنید. عرض کنم که خانم قیاسفندی سوال جدیدی هست. خدمت شما عرض کنم به همین دوست عزیزی که الان پیامشون رو خوندید، آقای دکتر با توجه به اینکه من خودم جز حاضرین در مهستان هستم، امکان اینکه پاسخ به تماس تلفنی رو بدم و همون آن از شما بخوام که ایشون پیامشون رو بذارن نیست، اما ایشون میتونن پیام صوتیشون رو به همین خطی که قبلا معرفی شده بفرستن، من پیام صوتیشون رو پخش کنم اگر میخوان حتما صداشون پخش بشه. و پیامی که اومده خانم ملیحه محسن نژاد در یوتیوب نوشتند، با تشکر از آقای شریعت مداری لطف کنید و نظرتون رو در مورد جمله جدایی طلبی جرم نیست بفرمایید. جدایی طلبی جرم نیست. ممنونم. بله، بر جدایی طلبی بر حسب اسناد بین المللی جرم نیست، ولی در کشورها بسته به قانون اساسی شون. قانون اساسی اگر جدایی طلبی رو جرم دونست یا قوانین عادی جرم، اگر هم نتونست نیست. در اسناد بین المللی چنین حقی وجود ندارد. اما اگر کسی چنین چیز رو که حق نیست ادعا کرد، آزادی بیان بهش حق میده. بستگی داره به شرایط کشورها. در خیلی از کشورها از جمله در آلمان جرم. امیدوارم توضیح کافی داده باشه. البته در مقوله آزادی فکر و حتی بیان چطور میشه گفتش که تجزیه طلبی جرمه؟ خب یه طرف دلش یه نفر داره تو خیابون راه میره میگه من تجزیه طلبم، بگیریم بکنیمش تو زندان که چی بشه؟ من فکر میکنم خیلی ارتجاعیه. این که حالا من شرایط آلمان رو نمیدونم که حالا چه بوده است که این گونه شده، ولی به جرم داشتن عقیده کسی رو محدود کردن به نظر من خیلی چیز عجیب غریبیه. سوال دیگه. کاملا با شما موافقم، خودمم جرم نمیدونم، ایشون هم همین رو میپرسن چون تو مصاحبه گفتم، ولی به هر صورت متاسفانه قانون اساسی های وجود داره که تجزیه طلبی اگر به عمل جمعی منجر بشه، بله، حزب بخوان بذارن جرم طلب بشه. بله. پرسش دیگه خانم قسمان هست؟ بله. خانم سیمین فولادی در یوتیوب نوشتند سلام آقای مهندس شریعت مداری، اخیراً در داخل ایران حرکت‌های جدیدی از سوی آقایان شعله سعدی و تبرزدی آغاز شده، اما شیوه‌های مبارزاتیشون خوب نیست، میگن قبض آب و برق و گاز و مالیات ندید و غیره. اینکه رهبری مبارزات باید داخل کشور باشه، آیا شما و این معذرت می‌خوام و چیز دیگری که میگن اینه، اینکه رهبری مبارزات باید داخل کشور باشه، آیا شما و شورای شما با این دوستان همراهی و موافقت دارد و هماهنگی وجود دارد؟ اصلا چقدر این حرکت ها مفید میتونه باشه؟ آقای مهندس ممنونم از توجهتون. ببینید، من بارها عقیده خودم رو گفتم، ما نهایت دلخواهمون اینه که شرایط امنیتی طوری باشه که رهبری مبارزات در محل مبارزات باشه، یعنی رهبری و محل مبارزات طوری با هم منطبق باشه که در آن بشه فهمید که مردم چه میخوان و چگونه باید مبارزه. ولی شرایط امنیتی این کار رو غیر ممکن کرد، یعنی دوستانی که در داخلن در معرض شدیدترین فشارها. پیشنهاد ما اینه که داخل و خارج مرزهاش بر افتاده. اگر این من و ماها وجود نداره، اگه واقعا مسئله رهبری به عنوان یک تخصصه و به عنوان یک کار جمعی است، خب بیایید با شورای گذار هماهنگ بشید. ما نمیگیم با ما همراه باشید یا جزء ما باشید، پروژه های مشترک اجرا کنیم. در همین مورد هیچ مشورتی با ما نشد، آقای شعله سعدی اعلام کردم نظر ما هم این بود که این در این موقع عملی نیست. امیدوارم عملی بشه. ما از خدا میخواییم که مردم بتوانند
قبوز آب برقشون رو ندن و ضربه بزرگی به این نظام بزن. ولی اگر مشورت میکردن موقعش و راهکارهای پخته تری رو به کمک هم میتوانستیم پیش بکشیم. ما متخصصینی داریم که در این کار میتونن یاری بکنن و خلاصه کار اینه که خارج کشور محیط آزادتره، اتکا به نیروهای بین المللی راحتتره، ما هم صندلی رو از زیر پای کسی نمی کشیم، مقام اون رو تخفیف نمی دیم، ازش خواهش می کنیم که فقط همراهی کنن، همکاری کنن و کارهای مشترک رو به کمک هم پیش ببریم. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. آیه نارمکی بفرمایید. صحبت من بود جناب نوریلا، من زودتر از آیه نارمکی زدم. من اون یکی شما رو اون پایین ندیدم. مطلبتون رو خوندم ولی یکیتون رو ندیدم. بله. با اجازه های نارمکی بفرمایید. خیلی متشکرم. عرض شد که خدمت آقای شاهی بگم که من خوب آرامم به خاطر که این جلسه متعلق به آقای مهندس شریف مداری و اهم وقت در اختیار ایشون، ما هم گاه میتونیم این نوبت بگیم. اما به این معنی که من حرفام تموم شد و اینا، بخش هایی از صحبت جناب شریف مداری مورد قبول من بود، قرار گفتم کجاست و حالا جایی هم که نیست میگم. یکی از جایی که من اصلا موافق نیستم انتخابی بودن مجلس مؤسسانه. اینجا هم تا حدود کوتاه خیلی نوشتم ولی بحث طولانی تری داره. حالا اگه دوست داشته باشیم میتونیم در یک جلسه مفصل راجبش بذاریم، به خاطر که اصولا شرط اون که مردم بتونن آزادانه رای بدن اینه که قوانین دموکراتیک وجود داشته باشه که آزادی های فردی رو اصلا تعریف کرده بشه. یکی دیگه از شرطایی که آزادانه بتونن مردم انتخابات رو شرکت کنن اینه که در واقع چارچوب اون قوانینی که برای انتخابات روشن باشه، چه کسایی میتونن انتخاب بشن، چه کسایی نمیتونن، تحت چه شرایطی، غیر و غیر و از همه اینا مهمتر مسئله یه وضعیت قوه قضاییه است در دموکراسی. قوه قضاییه در دموکراسی مستقله، نباید زیر قدرت سیاسی قرار بگیره. انتخابات جایی معنی داده در واقع که هدف تعیین ایدئولوژی برنده است. یعنی وقتی شما انتخابات انجام میدین برای مجلس، از انتخاب اعضای مجلس مؤسسان، معنیش اینه که شما یه قدرت سیاسی که تو مردم هست به عده میدین که بیان اونجا بشینن تازه قانون بنویسن. و این یعنی اینکه سوار شدن قدرت سیاسی بر قانون داره که برعکسه. در دموکراسی قانون باید حافظ و تعیین کننده و مرزدار قدرت سیاسی باشه و بحث‌های دیگه که من فعلا واردش نمیشم. و بنابراین به همین دلیل معتقدم که به هیچ عنوان کسایی که منتخبین مردم، به اصطلاح منتخبین مردم در مجلس مؤسسان نشستن، نباید برای آینده ایران هیچ چیزی رو تعیین کنن و نمیتونن تعیین کنن. این تخصص مجلس مؤسسان، تخصص کسایی که قانون و حقوق رو دارن. مجلس مؤسسان یه مجلسیه که قوانین مادر درست میکنه، قوانینی که فردا هی از هر توش صد تا معنا در نیاد. یه کار کاملا تخصصیه و از اون گذشته توی انتخابات همیشه پول، وضعیت عشایر، قدرت فردی، خیلی چیزا دخالت میکنه که اتفاقا تو قانون اساسی باید قانون اساسی همینا بری باشه. بنابراین یه بحث که من بارش نمیشم. اما این نکته‌ای که می‌خواستم بگم که فرصت الان پیدا کردم بگم اینه که جناب شهید مداری فهمیدن که خب باید موضوع زنان، کارگران، جوانان، غیره و غیره همه ذکر بشه. بله حتما حق با ایشونه، ولی من اونجا صحبت این بود و در این سند شماره 3 که من خوندم فقط اشاره میشه به رفع تبعیض از اتنیکا. در واقع اگر قراره خب یک واقعیت همگانی باشه، باید رفع تبعیض از زنان، از کارگران، از جوانان و و و از خیلی اقشار مختلف جامعه باشه، من جمله اتنیکا. من سوال کردم، این سوالی که در ذهن من میاد اینه که چرا فقط اینجا اتنیکا به کار برداشتن. به این دلیل فقط گفتم. و نکته دیگه می‌خواستم بگم که البته این که دوستان اینجا از شورای مدیریت گذار تبلیغ کنن حقشون، من کاملا میپسندم. اینکه یه دیم از بیرون مهستان در واقع برخورد مثبت بکنن، اونم من میپسندم، اونم حق هر جریان سیاسی. اما یه نکته هست، جریانی که میخواد شرط فراگیر برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی باشه به خوبی میدونه و اینو جناب نوریالی، جناب شهید مدری فکر کنم از همه ما بهتر میدونن، این باید وسیع‌ترین و ممکن‌ترین اتحاد ملی رو فراهم کنه. برای که این کار بکنه باید الیت سیاسی رو قانع کنه. برای که الیت سیاسی رو قانع کنه باید اجازه نقد
رفته بی تعارف و بی رو در واسه بی یکی کلماتی که تو هر سند به کار میره داده بشه. به این دلیل من فهم کنم وظیفه ای که روشن فکران و سیاسیون و الیت سیاسی داره اینه که اینا رو اصلا ازش در نگذارن و یکی اینا رو سیر سوال در بیارن و پاسخ بگیرن و در این گفتگوی دو جانبه و چند جانبه است که ما امیدواریم یک خط مکی درستی برای گذار ملت ایران به دموکراسی انجام شه. مگر نگم میشینم بابا عالی فرام خوب باشه، یه کسایی هم عقب میشینن میگن نه نه اصلا غلط. بنابراین ما باید کاری بکنیم که این گفتگو، این دیالوگ انجام بشه. مشکلی که جنبش سیاسی ایران در این لحظه داره اینه که وارد دیالوگ نمیشه، وارد فوش و بدبیرا میشه. ما باید اینو یاد بگیریم به عنوان آدمای متمدنی که 30-40 سال تو اروپا تو امریکا زندگی کردیم و از این دموکراسی ها آموختیم، یاد بگیریم گفتگو کنیم، دیالوگ کنیم در مورد تمام مسائل، بخصوص مسائل پیچیده تئوریکی که اهمیت درجه اول داره. چون وقتی این مسئله حل بشه و الیت سیاسی به وحدت نسبی برسه، پشت سرش گروه 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 مردم کشور ما که خواهان آزادی و استقلالن بهش خواهند بیم. از خیلی مجرد. مرسی. آقای شریعت مداری نکته‌ای هست بفرمایید. خب قسمت اول داده به مجلس ما اصلا ایشون عقیده بسیار خاصی دارن. بله. من واردش نمیشم. مجلس ما اصلا معمولا در یه فاصله یکی دو ساله چیز میشه، شرایط ایدئال به وجود نمیاد. نسبی تحت نظارت بین المللی میشه انتخابات آزاد برگزار کرد. نمونه های فراوانی در دنیا هست ولی خارج از موضوع امروز همونه. اصلا خودم را آشنا نمی کنم. مسئله دوم در سند ما جاهای دیگرش اینجاش رو شما نسبت به اتنیک سنجید. هم راجع به زنان و هم راجع به جوانان هست و خواسته خرجی نسبت به اتنیک نشد. و علاوه بر اون کارگروه هایی هست که از حقوق هر کدوم از اینا دفاع میکنه و علاوه بر اینکه از حقوقشون دفاع میکنه، اینها هم از حقوق خودشون دفاع میکنن و با جامعه مربوطن. بنابراین اصلا برجسته کردن یک گروه به خصوص نیست. ولی من فکر میکنم که حتی اگر بود در مملکتی که در مقابل هر یک اعدام در تهران 7 یا 8 اعدام در کردستان داریم، حتما لازم بود که این کار رو بکنیم به خاطر اینکه این نوع تبعیض وحشتناک بر سر اگزیستنس آدم ها، بر سر وجودشون. شرم بر همه ماست وقتی نگاه میکنیم یک کولبر اونجا زندگی خودشو به این وسیله غیر انسانی، انسان رو به جای قاطر ازش استفاده میکنن و اقتصاد ما بر اون پایه میچرخه به مقدار زیاد. بنابراین فکر میکنم حداقل خود من این حساسیت رو دارم که تأکید به خصوصی بکنم. بله خیلی ممنون. عرض کنم که یه آقایی به نام احمد ایرانی در فیسبوک مرتب دارن یه مطالبی رو میذارن و سعیشون اینه که کوشش بکنن بین شورا و شاهزاده مثلا اختلافی وجود داره. من براشون یه مقاله‌ای رو که در این مورد نوشته بودم فرستادم و از اینجا هم بهشون دارم میگم هر وقت پرسشی رو که من در اون مقاله از شاهزاده کردم پاسخش رو پیدا کردن، بعد میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم. در حال حاضر پیمان نوین ایشون همه حرفاشو هم ما قبول داریم. فکر میکنم که شورا هم مشکلی نداشته باشه باش. مهم اینه که راه حلی وجود نداره. میگن بیایید همه دور هم باشیم. خب ما هم داریم تلاش میکنیم دور هم باشیم. نمونهش هم جلسه امروز. شما راه بهتری بلدید این رو بعدا برای من توضیح بدید، من اقدام میکنم در این راستا. خیلی ممنونم. خانم قیاسفند شما پرسش دارید؟ بله. آقای محمود ایمانی در فیسبوک نوشتند آقای شریعت مداری چه تضمینی میتوان داشت که در فردای تمرکز زدایی ایرانی بازگشتی به طایفه گرایی و یا فئودالیته نداشته باشیم؟ ممنونم. خب بفرمایید. بله اجازه میدید بنده از کنم تقاضا میکنم بفرمایید. ببینید در ایران ما از این مرحله خوشبختانه گذشتیم. تضمین تو کار سیاسی به هیچ وجه نمیشه داد. تضمین شماهایی که نگذارید. ولی ما از این مراحل گذشتیم. ما در ایران به استثنای حاشیه بسیار باریکی در بلوچستان و کردستان و خوزستان توایفی
به اون معنی نداریم و اصولا این نوع فئودالیسم دیگه از لحاظ تاریخی موقعش در منطقه ما سپری شده و امکان عودتش نیست. با این وجود نگرانی شما به جاست، ولی حتی اگر یک سیستم متمرکز داشتیم معنیش این بود که یک فئودال بزرگ در رأس مملکت همه مملکت رو از آن خودش میدونست و از اونجا حکومت میکرد، نگرانی رو رفع نمیکرد، اضافه میکرد. بله این نارمتی بفرمایید. ممنونم. من سعی میکنم خیلی سریع تو این دور دوم صحبت بکنم. من وقت رو گرفتم برای مطلبی، بعد اون صحبت آقای شعابی هم بهش اضافه شد. چون اینجا الان آقای شهید مداری تشریف دارن، من این رو میگم مرتبط هست. من امیدوارم به خاطر اون شاید حدود 60 دقیقه ای که جناب شریعت مداری حاکمیت رو برای ما توضیح داده، این نظره، در اینجا سوالی من از آقای شریعت مداری تو این بخش ندارم، امیدوارم به خاطر اون 60 دقیقه ای که حاکمیت و فرقش با حکومت رو برای ما توضیح دادن و سعی کردن تفهیم بکنن که حاکمیت چه چیزی است، به همون دلیل، به هر دلیلی، اگر این حکومت سرنگون شد، قدرتش رو از دست داد، دچار فروپاشی بنا به هر شکلی و به هر دلیلی در موردش انجام شد، نیروهای پیشمرگه حزب دموکرات و حزب شاخهای مختلف حزب دموکرات کردستان ایران و کمله که نفراتی رو امروز دارن در شورای مدیریت گذار، به دلیل همون صحبتایی که آقای شریعت مداری کرد، امیدوارم اون روز به کمک ارتش بیان، در امانت داری از منافع تمامی مردم، و حتی اگر ارتش هم مستأصل شد از وظایف ملی خودش که نتونست وظایف ملی خودش رو انجام بده، این پیشمرگه ها باشن که تمامی اون دارایی مردم رو به امانت نگه بدارن تا زمانی که نیروی مشروع زیصلاح، اهم از هر نیروی گذار، بتونه اون رو مدیریت بکنه. و ما شاهد غارت بانک های موجود در شهرهای استان کردستان و آذربایجان غربی نباشیم. به همون دلیلی که ایشون تفاوت حاکمیت و حکومت رو گفتن، امیدوارم چنین موضوعی رو، اولا فروپاشی رو مشاهده باشیم از حکومت ایران، و در آینده این حس امانتداری نیروهای مسلح مرزنشین رو داشته باشیم. این نظر من بود، سوالی هم نبود. اما در مورد آقای شهابی که توضیح رو دادن، جناب شهابی، وقتی که ما تو کانتکست فیلم مثلا فوتبال توضیح میدیم که عده‌ای از هوادارهای پرسپولیس مجروح شدن تو زد و خورد با هوادارهای تیم استقلال، تو اون چارچوب داریم حرف میزنیم، در نتیجه بحث شهروندی نیست، بحث یک هویتیه در مثلا کانتکست ورزشی، و خیلی قضیه روشنه برای ما. وقتی که حقوق زنان رو ازشون میگیرن، اتفاقا همه بس همینه، برعکس داستانه. یک زن به دلیل اینکه مؤنث هست یک شهروند ماست. حالا یک بیخردی اومده گفته این چون پسره حق داره بره تو استودیو ورزشی فوتبال رو ببینه، کشتی رو ببینه، تو چون زن هستی، یعنی دقیقاً داره عطف میکنه به چیزی غیر از شهروند، این داره عطف میکنه به جنسیت، تو چون شهروند هستی نباید بری کشتی ببینی، عذر میخوام، چون زن هستی نباید بری کشتی رو ببینی، تو چون بهایی هستی حق نداری بیای تو دانشگاه، یعنی داره عطف میکنه موضوع رو به بحثی غیر از شهروندی. خب به طب تو چون سنی هستی حق نداری اینجا بیای مسجد بسازی توی ته. همه بحث ما همین بود که در یک سند سیاسی، چون ما داریم از کانتکس سیاسی حرف میزنیم که یک گروه سیاسی خاص که نه فرهنگیه، نه ورزشیه، نه جنسیتیه، یک گروه سیاسی که آستین بالا زده و خواسته مسئولیت دوران گذار رو بپذیره، این گروه وقتی در سندش داره موضوعی رو مطرح میکنه، بدون شک فقط و فقط و فقط یک هویت رو باید بشناسه، و اون هویت شهروندی است و لاغیر. اون چه که بحث فرهنگی ما هممون گفتیم، مگر میشه کسی به کسی بگه که تو چرا لباس کردی تنت کردی یا عربی تنت کردی؟ اصلا خود اون نقض حقوق شهروندیه. در سند سیاسی، در چارچوب سیاسی، ما هممون یک شهروندیم، و این که من کجایی هستم، دینم چی هست، زنم یا مردم یا جنس سومم، نه به کسی ربط داره، نه به پلیس اون کشور ربط داره، نه به من ربط داره که پلیس زن مرد تبارش چی بود، از کجا اومده، دینش چیه. ما فقط برابر در برابر قانون با هم حقوقی مساوی و برابر میتونیم داشته باشیم. من فکر کنم این رو خیلی واضح بیان کردم، و امیدوارم
حرف من تموم شد. مرسی. بله فرمایشی دادی شریعت مداری؟ نه خب ایشون نظرشون رو گفتن، منم جواب رو قبلا گفتم. فکر نمی کنم تکرارش چیزی به ما بیفزایه. خواهش میکنم. عرض کنم که آقای حسین نژاد بفرمایه از داخل مزدان. چی قبل از من بود آقای شهاب؟ نه خیلیشون سوال بود. صحبت کردن درست. بله با درود بر همه دوستان و آقای شریعت مداری و تشکر از ایشون، آقای نوریالا. مخصوصا از این چه آقای شریعت مداری بسیار در یعنی مجموعه ای از کارشناسی ها و تخصص ها در رابطه با عدم تمرکز رو بیان کردن، خیلی تشکر میکنم و خیلی خوشحالم که این خیلی آموزنده بود بسیار برای خود من. در این رابطه بسیار بحث گسترده و بحث عمیقی بود و چه صد درصد کار بسیار حاصل کار تحقیقی خیلی گسترده و کارشناسانه و مسئولانه بوده. من در این رابطه خیلی ذهنم رسید مخصوصا اصطلاحات حاکمیت و حکومت، مثلا دولت، این اصطلاحات رو که لاتینش هم میگفتن با تخصص خودم در زبان عربی مقایسه میکردم، بودم تو عربی هم کاملا اینا از هم جدا هستن. یه مثلا حاکمیت میشه سیاده، حاکمیت ملی هست که اصلا ربطی به نوع حکومت و دولت ها و اینا نداره، و یا چی هم چه کلمه حکومت هست که خاص دولت چه انتخاب میشه منتخب حاکمیت چه حکومت داره، یه چی هم کلمه دولت هست که اصلا معنی کشور به معنی سیاسی، دولت دولت معنی کشور به معنی سیاسی جدا هست از کلمش به معنی جغرافیایی، چون اونو بلد میگن و بلاد میگن. خب این کارها رو کردن خب به خاطر واقعا آرامش و امنیت و کارهای فرهنگی چه خوب اینها داشتن کشورهای اروپایی، کشورهای لاتین، امیدوارم در ایران فردا هم و همین از الان همین کارگروه ها و کارشناسان نیروهای تخصصی این واژه ها رو محدود کنن، مشخص بکنن و رایج بکنن که این مفاهیم با واژه ها از هم جدا بشه، مرزبندی بشه، چون تو قاطی میشه توی خیلی از تحلیل ها و اظهار نظر ها کلمه حاکمیت با حکومت یا دولت، اینا به خاطر اینکه واژه های عربی هستن با مفاهیمی که تو ایران پیدا کردن از قدیم. زمان شاه هم که فرصت کمی زیادی نبود اینقدر یعنی شلوغی ها و نظرهای مختلف و اینها کاری شد تا کارهای محدودی شد. ولی در رابطه با چیز مسئله عدم تمرکز و احزاب بجم و از مسئله زبان، اینا خیلی مهمه. مثلا زبان که مطرح کردن، آموزش به زبان محلی یا به زبان، من فکر میکنم خیلی این موضوع مشکله. یک کار سراسری میخواد مسلم، زبان در ایران یک فرهنگ سراسری داره که مسلم اصلا فضای حاکمش با فارسیه. الان مثلا من گفتن آقای شریعت مدار معلمین مثلا ترکی درس میدن تو آذربایجان، آره زمان ما که اصلا زمان شاه چون علمی و تمام دبیرستان اصلا تدریس به زبان فارسی بود، فقط تو حیات مدرسه با هم دیگه ترکی حرف میزدیم. علی الان اگر این کار هم شده، من مسلم یقین دارم که فقط چفت بستا و ادات و ادوات حرف زدن، حروف ربط و حروف ربط جمله ترکی میشه، ولی واژگان علمی و اینها حتما همونی که از قدیم تو کتابا هست و ساختار شده ساخته شده. مسلم این یک کار به زبان چیز به زبان آموزش به زبان محلی خیلی کار سختیه و مکانیزم خیلی گسترده‌ای میخواد و فردا با مشارکت دولت و با مشارکت مسئولین محلی باید حل بشه اگر بخوان محل. ولی این که مسلم بخوایم ممنوع کنیم مطلقاً، من عقیده هم میتونم که شورای گذار در بیانیه هاشاور داشت مدار گفتن هیچ چیزی رو نمیتونیم ممنوع کنیم، مثلا نمیشه، بستگی داره به شرایطی که هر محلی هر منطقه خواسته اگر بتونه انجام بده، مشکلاتش بیان میکنه، اگر برخورد به مشکلات چرچی خوب انجام نمیده. در رابطه با احزاب هم من بیش میکنم اگر
قطعنامه شون. من یه سوالی داشتم که اگر مثل مثلا کومله یا حزب دموکرات قطعنامه شون این اساسنامه شون اگر باشه که حق جدایی، اگر من معتقدم که این تضاد پیدا میکنه با اصول شورای گذار که یک اصلش هم یک پارسدی چش بره، ولی اگر تو ایدئولوژی باشه با مثل سند ملی اونش نمیتونه کسی جلوش بگیره. بعض میگه مثلا تو فلسطین وسیلت الوطنیه هست کسی معتقد به نابودی اسرائیله، کسی نمیتونه بهش بگه کاری نداره، ولی تو اساسنامهشون نمیتونن بذارن. یا مثلا توی قوانینشون سازمان آزاد بخش فلسطین که مذاکره کرد با اسرائیل مقدار از زمینهاش رو گرفت و اینها رو به اونم قانع فعلا در این بستگی به شرایطش داره، ولی از لحاظ ایدئولوژی و وسیله ملی معتقد که اصلا کل فلسطین تاریخ هم مال ماست. و این چه میگم مثلا فرض حزب پان ایرانیست میخواد فعالیت بکنه به جای آذربایجان و افغانستان، اینا مال ایران باید تلاش کنیم. خب اینا چه آزادن، ولی اگر ملتزم نباشه به قوانین کشور خب اون ممنوعه. من به نظرم حالا من نمیدونم اون احزابی که تو شورای گذار هستن تو واقعا اساسنامه‌شون هست که باید فعالیت کنن این صورت بگیره یا به صورت ایدئولوژی هست. بله من همینا رو خواستم بگم، ذهنم رسید بعضی از مطالبی که گفته شد یادم نیست، ببخشید، تشکر. بله خیلی ممنون. شریعت مداری نکته ای رو میفهمه؟ بله. خب تا اونجایی که مطالعه من اجازه میده جناب حسنکا، اینها در چیزشون صحبت ایرانه و صحبت جدایی از ایران نیست، ولی همونطور که گفتید در فرهنگشون و در آرزوهاشون به خصوص کردها دنبال یک روزی هستن که بتونن کردستان واحدی تشکیل بدن. منتها این آرزوس و خودشون میدونن در فضای واقعی امروز جهان این کار ممکن نیست. پنج دولت بسیار گردن کلفت منطقه در مقابل این آرزو هست و بنابراین این آرزوی روشنفکران کرد چیزی برای امروز و فردای ما نیست تا مانع ما باشه. و اگر مملکت مملکتی باشه که احساس تحقیر و توهین و تبعیض نکنند، این بقیه اقوام خواهند بود که خواستگاهشون ایران بود از لحاظ تاریخی، و امکان این که ما اونا رو جذب کنیم خیلی بیشتر از اینه که دیگران بتونن اونا رو جذب کنن. شرطش وجود یک حکومت دموکرات سکولار و مبتنی بر حقوق بشر و مرفه، اینها شرطهای اساسی است. اگر اینا بشه خب نگرانی ها کمه، اگر اینها نشه چه ما با اینا همکاری بکنیم چه نکنیم، چه ممنوعشون کنیم چه نکنیم، تجزیه و جدایی ایران مقدره، برای اینکه نمیتونه شرایط برد برد برای همه ایجاد کنه. ما باید یک شرایط برد برد برای همه ایرانیان ایجاد کنیم و امیدواریم که این کار بشه. بله خیلی ممنون. عرض کنم البته من یک نکته رو در این زمینه خدمتتون بگم و اون اینه که به نظر من همه کسانی که الان تو این اتاق نشستن تجزیه طلبن، برای اینکه ناراضی بودند از حکومت اسلامی، حالا زورشون نرسیده خونهشون رو بردارن با خودشون بیارن، چمدونشون رو برداشتن آوردن. شما نارضایتی رو کم بکنید ببینیم کدوم دیوانه ایه که بخواد از ایران جدا بشه. عرض کنم که بخوام قیاسمند شما پرسش دارید. بله. 7 دقیقه دیگه وقت داری. بله 7 دقیقه بیشتر زمان نیست. آقای محمود ایمانی در یوتیوب مجددا نوشتند آقای شریعت مداری آیا در برنامه تمرکز زدایی مسئولین خودگردان می توانند در جهت بهروزی شهروندان منطقه خود مناسبات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره روابطی مجزا از حکومت مرکزی با دیگر کشورها داشته باشند؟ رابطه کردستان خودمختار عراق با دیگر کشورها را شاهد هستیم که در رابطه مجزا از رابطه حکومت بغداد با دیگر کشورهاست. بله ببینید، بزرگترین دموکراسی فدرال دنیا که آمریکاست. صراحتاً در قانون اساسیش هر قراردادی که فدرالاش با کشورهای دیگه منعقد کنند و تعهد آور برای حکومت مرکزی باشه ممنوع. این عیناً در قانون اساسی آمریکا اومد. این چیزی است که به شدت حساسه
برای اینکه ممکنه منافع کوچکی برای یک استان داشته باشه ولی تعهدات بزرگی برای کل ملت ایجاد کنه. بنابراین به نظر من این نظر شخصی است، باید به نظر کارشناسی و حقوقدانهای برجسته و سیاستمداران دیگر در حقیقت پا بخوره و قابل اجرا بشه. من فکر میکنم که این رو قراردادها تا مرحله انعقاد میتونه به وسیله این خودگردانی محلی پیش بره. برای امضا حتما باید وزارت دارایی مرکز برش نظارت داشته باشه. بله خیلی متشکرم. پرسش دیگه هست خانم ریاسفند؟ بله اگر اجازه بفرمایید در مدتی که باقی مونده بخونم پرسش ها رو. بفرمایید. آقای دیوید از اروپا نوشتند با درود بر مهندس شریعت مداری گرامی و دوستان عزیز در مهستان. دموکراسی سه اصل اساسی دارد: یک، ساختار حکومت دموکراتیک، دو، رفتار دموکراتیک اجتماعی، سه، رفتار دموکراتیک فردی. با نهادینه کردن این سه اصل اساسی در ایران در کنار دولت و ملت دموکرات میتوان ضامن حقوق شهروندی ایرانی برابر عدم تمرکز و عدم هر گونه تبعیض در مقابل قانون را تضمین کرد. نظر شما درباره این موضوع چیست؟ سپاس از شما. خب خیلی ممنون، این کاملا صحیحه، ولی تا انسان‌های یک مملکت 82 میلیون آدم‌هایی باشن که ایشون ذکر می‌کنه، عمری می‌خواد به طول عمر نوح. و عرض به خدمتتون که آخرش هم معلوم نیست که این ایدئال به دست بیاد. ما احتیاج به تضمین‌های حقوقی و قانونی داریم که افرادی هم که چنین نیستن که ایشون میگه به کمک قانون از تعدیشون به حقوق دیگران جلوگیری بشه. البته عمق دموکراسی به عمق افراد دموکرات و تعداد زیادشون بستگی داره، ولی ما فعلاً حداقل دموکراسی رو که داشتن شهروندان آزاد برابر حقوق و دارای حقوق شهروندی که در قانون اساسی به صراحت ذکر شده و قوه مجریه و قضاییه که پاسبانمونه و قوه قانونگذاری که هیچ قانونی برخلاف اون نقض نخواهد کرد، به چه همتمونه. این که جامعه چه حد در همه دموکراسی های دنیا اول این استخر رو ساختن، بعد مردم تو این استخر شنا کردن رو یاد گرفتن. شنا رو با تئوری نمیشه یاد گرفت. دموکراسی هم این شناست. نمیشه در یک جامعه دیکتاتوری زندگی کرد و انسان بسیار دموکراتی شد. ما وظیفه داریم که این استخر رو بسازیم و بعد مردم وقتی در این استخر شنا کردن، البته دموکرات هایی میشن که خودشون حافظ و حقوق خودشون خواهند بود. بهترین نمونه آلمانیه که از نازی ها که برآمد، این ملتی بود، ملت آلمان، که اغلبشون با نازی ها همکاری کرده بودن. متفقین مراقبت کردن که این دموکراسی رو بسازن و اینا درش شنا کنن. و بعد از اینکه اندک مدتی درش شنا کردن، دموکرات هایی شدن که امروز از دموکراسی های مثال زدنی دنیاست. خیلی ممنون. خیلی متشکرم جناب مهندس شریعت مداری. دوستان اگر اجازه بدید به آخر وقت این برنامه رسیدیم. از تک تک شما تشکر میکنم. از خانم قیاسوند که زحمت کشیدن و پیام ها رو خوندن متشکرم. و عرض کنم که روز والنتاین خوبی رو برای همه شما و همه شنوندگان و بینندگان این برنامه در سراسر دنیا آرزومند. روز و روزگار بر شما خوش. اگر اجازه میدید بنده هم تشکر کنم از حوصله شما، از آقای دکتر نوری علا، از خانم قیاسوند، از آقای دانشور، از آقای ونکی و دیگرانی که با نقد خودشون باعث قناع این بحث شد. خیلی خیلی متشکرم. ما هم از شما سپاسگزاریم. با تشکر میکنم. با تشکر. درود باش.